بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز دوشنبه 9 فروردین ماه 1395 با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز 28 مارس 2016 و این برنامه سربی با مردم از واشنگتن پایتخت آمریکا به شما تقدیم میشه. امیدواریم که مورد پسند واقع بشه و به دوستانتون هم بفرستید، حالا چه لینک تلویزیون مردم رو چه لینک ویدیویی که بعداً در بایگانی قرار میگیره. و اما خب ایام عید هست، در ایران همه جا تعطیل و مردم به گشت و گذار و دید و بازدید مشغول. یکی از دوستان نوشته بود که 100,000 ایرانی رفتن به ترکیه برای ایام نوروز و دوستی داریم اونجا. اتفاقا این دوستمون رفته بود آنتالیا، گفتیم خب علی آقا شما که اونجا هستی برای ما گزارش بده ببینیم چه خبر. گفت والا دروغ، چرا، تو این خیابونا اصلا هیچ خبری نیست، مردم مثل که از ترس تروریست و اینها میترسن و نیستن. حالا ببینیم چی میشه. من امروز داشتم یه برنامه رو گوش میدادم، رادیوی در سوئد، که اگر ایشون بتونه و با همون تماس بگیره، چون گفتن تا 10 شب بیرون هستن، ساعت ها رو هی عوض میکنن، دیوانمون کردن واقعا. مثلا تا 3 روز پیش ما 5 ساعت با سوئد اختلاف داشتیم، دوباره برگشت 6 ساعت. ای کاش اقلا یه نفر تو دنیا تصمیم بگیره چه ساعتی، همه زمستون که میشه ساعت ها رو ببرن عقب و بهار که میشه ساعت ها رو بیارن یه ساعت جلو. در صورت این دوستمون گفت که باید بره و وقتی برگرده با ما تماس میگیره. بهشون گفتم که ما از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 عصر به وقت واشنگتن برنامه داریم که میشه 8 شب تا 10. بهشون اشتباهی گفتم میشه 18 تا 10 شب، 18 میشه 6. خلاصه قاطی کردیم که بیا و ببین. و اما جمعه ما تبلیغ و آگهی برنامه رو برای شما نشون دادیم به نام اون 26 که آقای مهدیزاده تبریزی اون رو الان چند ماهی هست، تقریبا نزدیک به 1 سال که راه انداختن. و 26 هر ماه، حالا این دفعه تصادفا شده بود شنبه، ولی مهم نیست، شنبه باشه، دوشنبه باشه، یه شنبه، هر روز ایشون برنامه ای رو میذاره. من با وجودی که رفتم اونجا و شاهد بودم که اینها خیلی زحمت کشیده بودن و وسائل رو ردیف کرده بودن، سفره نوروزی انداخته بودن، اینها متاسفانه دوستان نیومده بودن، دوستان ایرانی اونجوری که باید شاید شرکت نکرده بودن. دلیلش رو هم من بهتون میگم. همون روزم با آقای مهدیزاده گفتم، ما وقتی تو برنامه گفتیم باور کنید تا فردایی که خودم میخواستم برم اونجا من بین 15 تا 20 تا تلفن فقط داشتم. اولا به این دوستان میگم آقا خانم چرا به خودمون تلفن زنگ نمیزنید؟ چرا ما دوست نداریم آب رو از سرچشمش، اطلاعات رو از اون منبع اصلی بگیریم؟ هر کدومشون یه دلیلی دارن، آقا این شماره حفظ بود، این شماره رو نمیدونم رو برنامه‌تون دیدم و الی آخر. آقا این چیه؟ میگم دید و بازدید عید، رقص و شادی و موزیک و اینهاست. خب چرا راجع به اقتصاد و اینها میگن صحبت میکنیم؟ میگم والا خب اینا رو نوشتن چون هر دفعه ای ممکنه تو جلساتشون صحبت کنن اینها. همینجا باید با آقای مهدیزاده بگیم که ببینید شما چون خیلی آمریکایی‌ها میگن ویک، خیلی پهن و چی میگن نامفهوم برای هر کسی میگید، یه سری یه چیز معین نیست که مثلا دید و بازدید نوروز یا مثلا جشن و پایکوبی یا نمیدونم مثلا جشن تولد فلانی یا جشن عروسی فلانی. شما خیلی مسائل رو قاطی میکنید، بعد مردم گیج میشن، بعد مردم دوست ندارن جایی بیان که نمیدونن چه خبره، دوست دارن جایی برن که میدونن چه خبره. و یه مشکل دیگه‌ای که من دیدم، به نظر من آقای مهدیزاده میخواد همه این کارها رو خودش انجام بده و واقعا هم خرج کرده بود. اتفاقا آقای دکتر انواری هم اومد اونجا صحبت کرد، دکتر انواری هم همین نظر من رو داشت که ایشون زحمت میکشه ولی ایشون هم میگه من نمیدونم چرا استقبال نمیشه. در هر صورت یه برنامه هم دارن 17 آپریل با اتوبوس به اصطلاح نیویورک میرن، اونایی که
بذارید من اینو بهتون نشون بدم. اونایی که میرن نیویورک میدونن برنامه خوبیه، صبح زود بلند میشید، شما دیگه نگران رانندگی و نمیدونم جاده ها و اینها نیستید، میرید اتوبوس حاضر وایساده، سوار میشید. بذارید بهتون نشون بدم. قبلا در یکی دو جا بود، ولی چون الان ایرانی ها توی مکلین ویرجینیا بیشتر هستن، آقای مهدیزاده امسال این اتوبوس یا اتوبوس ها رو بستگی به تعدادی که شماها تماس بگیرید و بلیت بگیرید گذاشتن از مکلین. خیلی جای خوبیه، با پای پیاده میتونید از خونتون از آپارتمانتون برید اونجا، 6 صبح سوار بشید، 4 ساعت رقص و شادی و آهنگ و پایکوبی، 10 صبح میرسید نیویورک. 10 صبح میرید اونجا، اونجا هم اون رژه نوروزی نمایش و شادی و دید و بازدید تا 6 عصر دوباره سوار میشین. معمولا بعضی ها دیگه چرت میزنن برمیگردن اینجا، انشالله همه صحیح و سالم. چون آقای مهدیزاده هم به عدد 26 باور داره، گفته 26 دلار each way، یعنی هر یه طرفش 26، رفت و برگشت میشه 52. این روزا هم اتوبوس ها که میدونید از هواپیما ها شیکتر، تمیزتر، اینترنت و همه چی هم داره و میتونید برید و بیاین. بذارید من اینم اینجا برای شما بنویسم و تاریخ رو هم یک نگاه، بله 28 مارچ، و اینجا هم میشه 9 فروردین. ممنونم از علی عزیز که هنوز لطف میکنن و این تاریخ ها رو مینویسن و برای ما ارسال میکنن. در هر صورت باز یه بار دیگه من براتون اینجا بنویسم. ببین آقای مهدیزاده این خیلی خوبه، کاروان رقص و طرب نوروزی، مردم میدونن برای چی دارن میان، برای میان برقصن و شادی کنن، اونجا برن یک سفر به یاد ماندنی برای شرکت در جشن نوروزی نیویورک مملو از شور و هیجان. کوتاه، مفید، مختصر، اونا هم میدونن چیه. دوستان اگه خواستید تماس بگیرید، شماره تلفنشون هست 202 680 0456. چقدر خوب بود اگه این 3456 بود. 202 680 0456. خب و حالا اگر باز فرصتی بشه تا اون روز با ایشون هم صحبتی میکنیم، اگه نه که دیگه خودتون میدونید و میتونید پیداش کنید. و اما این از این، اجازه بدید ما این صحبت آقای انواری رو براتون بذاریم چند دقیقه، اگر این سیستمه با این کار کنه، چون بعضی وقتا سیستمی که ما با دوربینای دیجیتال میگیریم نوعای مختلف داره، امپگ، MP4، نمیدونم، نه امپگ مال، بله امپگ هم هست، MOV، FLV، خدایا دیگه چند تا اینه که با هم نمیخونن، باید تبدیل کنیم. حالا بذاریم ببینیم که این نشون میده میشه یا نه. چند دقیقه، حدود 7-8 دقیقه است، به صحبتهای ایشون گوش کنیم. و خیلی جالب بود اتفاقا، آقای انواری از سالها پیش صحبت میکنه که وقتی آمده اینجا آقای مهدیزاده، اون موقع دانشگاهی به نام دانشگاه بو علی سینا رو راه انداخته بوده، ولی ایشون میگه که اون هم متاسفانه با وجودی که خیلی ازش استقبال شد نتونست ادامه بده. ببینیم با هم و برنامه رو پی میگیریم. ولی جناب مهدیزاده شخصی است که برای من یه ارزش خاصی داره. بارها هم اینو گفتم دوستانی که قبلا دیدن، شاید تکرار مکررات باشه، حداقل یک دو نفری از دوستان که نشدیدن، من اولین باری که اومدم واشنگتن سال 1989 بود، از میشیگان سالها اونجا بودم، اومدم واشنگتن مثل یک پسر بچه که از دهاتای آمریکا اومده به شهر، از میشیگان هم دانشگاه، میشیگان دانشگاه بزرگ بود ولی شهر دیگه بود، واشنگتن نداشت. اومدم به داشتم توی تایسنس کورنر رانندگی میکردم، یه ساین بزرگ دیدم نوشته دانشگاه بو علی سینا. بعد همه دونی باشی
دانشگاه بوعلی سینا رو هم ببینیم. اصلا مثل که این ماشین این فرمان من کنترلش از دست من خارج شد، به چپ و راست و کوچه پس میشم میگه مقداری فقط سایش میدم اونجا پشت پنجره نمیشون دانشگاه بوعلی سینا. وقتی اون بالا و پیگاه که دانشگاه بوعلی سینا ما تو همدان هم دانشگاه بوعلی سینا اون وقت نداشتیم. وقتی این برای دیم جناب مهدی‌زاده و چند تا از دوستانشون نشستن و واقعا مثل بورد میدین بود، آقای مهدی‌زاده بشون بالا و ادهی هم داشتن کنار دوربر و مانم سلام سلام بشتن پایین که بوشه و متوجه شدم ایشون آیدی های مثلا ایده بزرگی که داره برای فرهنگ ایرانی، برای نشر فرهنگ ایرانی و مثلا عقاید سالم اجتماعی که به درد هم میخورن اصلا برای من خیلی عجیب بود. من کلاس هایی گذاشته بودم اونجا کامپیوترهایی بود و اینا، بعد میخوام دانشگاه شدن، میخوام دانشگاه شدن هم که این راحتی نیست، باید چیز بگیریم، مجوز بگیریم از ایالت و این حرفا. تو باید یه مقدارم کمکشون کردیم، به استادی درست کردیم و از جوانای ایرانی چندشون میخوان کامپیوتر یاد بگیرن چند تا چی. بالاخره اینا رو درست کردم و چند نفر چند درد صدها دانشجو هم ایشون واقعا کامپیوتر یاد دادن، جوانانی که تازه از ایران می اومدن آشنایی به محیط ایران داشتن. و چیزی که برام جالب بود هیچ دفعه انتظاری از انتظار مالی و انتظار کمک از کسی نداشتن. تمام زندگیشون و به اصطلاح فعالیت های شخصی و مالیشون در این جهت داشته بودن. برای من آدم هایی مثل ایشون کم، برای که من میدونم من خودم نمیدونم چی کاری بکنم، یعنی بالا اگر خیلی بودار بودم شاید این کار میکردم، ولی ارزش انسان هایی که در فعالیت های اجتماعیشون اثر بزرگتر از خودشون میذاره افرادی هستن که در تاریخ ما میمونن. و متاسفانه تاریخ نشون داده کسانی که این نوع فعالیت ها رو میکنن به این راحتی موفق نمیشن، برای که جامعه ما یک حالت به قول معروف کارانویا پارانوید میداره که هر کی فعالیت میکنه من چرا از کجا این 26 چیه، من از رو میدم 26 چیه با اسم عبجد خدا، من از شما چه بانم زیادم مذهبی نیستم، ولی خب به اعتقاد مردم احترام دارم. اگر یکی مسیحی، اگر یکی کلیمی، اگر یکی مسلمان، اگر یکی بودایی، اگر یکی به کلمه خدا اینجوری اعتقاد داره هیچ اشکال نداره. فعالیت ایشون هیچ وقت نشده نخواستی بیا من عوض کنه که بیاد آقا تو هم عوض کن نظر تو بیا بشون مثل من، ولی ببینم همیشه خوب خواسته برای جامعه. و این جریان 26 هر ماه رو الان در حدود چند ماه یک ساله در یک سال می‌گذرن. و حالا نمیدونم، من نمیخوام منم جزء گروه پارانویا باشم که تبلیغات مثلا نامناسبی در جهت فعالیت ایشون هست یا بدآگاهی هست. خیلی متاسفم که با این همه زحمات با خوانندگان به این خوبی واقعا شما مرکه و دوستان فریختهی مثل شما این صندلی ها پر نیست. حالا یا کودایی از ماست یا پیام درست نیست یا پیام واضح نیست، اونا رو نمیدونم. فقط من یه چیزی میخوام بگم آقای مهدی‌زاده، واقعا ازت تشکر میکنم به عنوان ایرانی، نمیگم همه دنیا دیده و خاطر اینکه میدونم شما همه دنیا نیستید، ولی بالاخره همه دنیا از اطرافش دستمون به آذری ها بالاخره به نحوی بنده. من هم پدر هم مادرم مجبور بودن ترکی یاد بگیرن برای که تعداد زیادی از دوستان و خانواده ما آذری ها جز آذری ها بودن. ولی این به عنوان یک ایرانی که یک انسان سالم با تمام مشکلاتی که برات وجود داره در جامعه ما این رو ادامه میدی و پشت کار تو برای بچه هم داشتم حرف میزدم، بودم خود پشت کار یک مسئله ایست که باید هر انسانی در جایش بگیره.
حالا هدف اون مهم نیست. اگر هدف من میخوام قهرمان بشم باید کورسی کار داشته باشم، اگر میخوام دانشگاه برم باید کورسی کار داشته باشم، اگر میخوام هر کاری بشم باشه. این پشت کار شما برای ما درسی از ازت تشکر میکنم. متاسفم که جامعه ما تا حالا نتونسته این پیام شما رو بگیره. به کمک دوستانی مثل آقای سوربی و فعالین اطلاع اجتماعی ما و فعالین میدیای ما، شاید این پیام شما رو بهتر و واضح‌تر به جامعه ما معرفی کنیم و این زحماتی که میکشه این حدر باشه. میلی ما در بینچیدان جایی نداریم زیاد که اینجوری باشه که مثلا موسیقی باشه، شامی باشه، دوستان دور هم جمع بشن و هم بگن بخندن و دو دقیقه می نفر مثلا بیاد این پیام واضحی داره میگه. در هر صورت از تمام دوستانی که تشریف آوردن به عنوان گدی، من خودم یه جایی که مهمون بودم واقعا زود بلند شدیم اومدم که فقط خب ضمن تشکر از آقای انواری این ویدیو رو روی یوتیوب گذاشتم، الان حدود نصفش براتون پخش کردم، میتونید اونجا ببینید. یه ویدیویی هم از صحبت‌های آقای مهدی‌زاده است اونجا هست، ببینید. دو سه تا نکته رو ایشون درست گفتن. پیام رسا نبوده و نکته دیگه اینه که باید عیبیابی کنیم توی کار برق. اون وقتا یه چیزی بود بهش میگفتن عیبیابی، یا اینجا بهش میگن ترابل شوتینگ، که وقتی یه مداری یه سیستمی اشکال پیدا میکنه شما میای قسمت به قسمتش میکنی ببینی کجاش اشکال داره، ورودیش اشکال داره، خروجیش اشکال داره، خود سیستم اشکال داره و الی آخر. من چون آقای انواری هم اونجا گفت که افرادی مثل سوربی شاید بتونن کمک کنن، من نظر خودم رو میگم. ببینید آقای انواری، اینجوری نیست که بگیم در ویرجینیا ما جایی رو نداریم، جا داریم. چیزی که هست باید از جاهامون استفاده کنیم. مثلا این رستورانای ایرانی که هست باشون صحبت کنیم، اون پولی رو که آقای مهدی‌زاده داده بابت اجاره این یه جای قشنگ و بزرگی بود، 260 نفر ظرفیتشه، اصلا صندلی‌ها رو چیده بودن اونجا برای فرداش که برنامه ایستر یا روز عید پاک مسیحی‌ها هست، اونجا مثل چرچ میشه، یعنی یه استیج بزرگ، نور و دوربین و جای قشنگی بود. من یه بار دیگه هم فکر کنم قبلا اینجا رفتم عروسی یکی از دوستان افغانی فیلم برداری کردم، جای قشنگیه. ولی یه اشکال داره، برای ایرانیا یه کمی دوره. ایرانیا دوست دارن که داخل بلت وی باشه، تایسنز کورنر باشه، وینا باشه، مکلین باشه، الی آخر. حالا اگه شما رفتی یه جای دور باید به مردم یه جوری بگی که من آمدم دور. آخه یه ضرب المثلی بود میگفتن به این راه نزدیکت، به این پول زیادت. باید ایشون این کارو بکنه. به نظر من با یکی از رستوران ها مثلا زعفران گریل، کباب بازار، یه رستوران دیگه ای با اونا صحبت کنه، بگی من 26 تا 26 میخوام اینجا برنامه بذارم و ضمانت میکنم 26 نفر مثلا با اونا مسئله میزنم، نمیدونم 10 دلار 15 دلار، هم اونها تعهدی که دارن به ایشون، خوراکی که درست میکنن. بنده خدا نمیدونید چه خوراکایی درست کرده بود این آقای مهدی‌زاده. من خیلی طرفدار ماهی نیستم ولی یه ماهی درست کرده بود، ماهی سمن که بعضی ایرانی ها میگن سلمان، ماهی سمن، برنج، شیرین پلو، ما شیرازی ها میگیم شکر پلو، مرغ، سالاد و اینها خیلی زیاد و خب انقدی نیومده بودن. اینها دوریز میشه، حالا حتی اگه بعدم نگه دارن به یه کسی به یه جایی کمک کنن بازم حیفه. و وقتی که جمعیت زیاد نباشه، حامد مثلا، ایشون اگه به من از قبل گفته بود حامد میاد اونجا، حامد خودش، همسرش، مژگان خانم، اینها یه لیست بلند و طولانی دارن توی ایرانیا. وقتی بگن داریم میان 30-40 نفر فقط طرفدارای خودشون و دوستاشون میان، خلاصه جاتون خالی بود. و من همونجا داشتم فکر میکردم که من دوشنبه که صحبت میکنم بگم چی واقعا این صفتهایی که همونجا یاد درس دستور میگفتیم، نه دستور زبان فارسی، گرامر که میگن اینجا، تو ایران میگفتن که صفتهای صفت مطلق
برتر، تفصیلی، عالی. حالا من مونده بودم بگم خب بد بود چون مردم نیومده بودن، خب بد نبود، جاش خوب بود، خوراکش خوب بود، موزیکش خوب بود، بگم بد نبود باز دادم نمیدونه، بگم خوب نبود، بگم خوب بود، بگم خیلی خوب بود، بگم عالی بود. اینجا هست که آدم گیر میکنه و از شما میپرسه. حالا برای اینکه شما هم اگر نظری دارید بیاید در این مورد بگید، آقای انواری توی صحبتاشون گفتن اینایی که پارانویا دارن، پارانویا هم مثل همون مالی خولیای خودمونه، کسایی که همیشه فکر میکنن یه کسی دسیسه کرده بر علیهشون، مثلا یه جایی که راه میرن یه صدایی که میاد میگه یکی دنبال منه، مثلا تلفن که زنگ میزنه قطع میشه، اگه اون طرف اشتباهی گرفته باشه فهمیده باشه که مثلا به جای 6 9 رو فشار داده قطع میکنه، فکر میکنه یه نفر داره اذیت و آزارش میکنه. ایشون میگه من نمیخوام مثل اونها باشم، ولی صحبتهای آقای مهدی‌زاده رو که گوش کنید، البته ایشون به من گفت من خودم رفتم توی فروشگاه ایرانی گفتم این چیه، گفته آقا میان 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا بر میدارن، بعد که میریم اینا پاره کردن ریختن این مرو. بعد در صورت ببینید صحبتهای آقای مهدی‌زاده رو بشنوید، پلیر 4. بله، که این ساین عدالته در مقابل این آتش، این آب و برف و یخ این را خاموش میکنه، که ما یاد میگیریم که اگر انسانی عصبانی شد، حرارت ایجاد شد، بالا رفت، بتونیم بیان پایین، این قسمتشه. بعد از اینا ماهی پرنده هست، بعد حیوانات، بعد علم، آدم، حضرت آدم، بعد از اون ادیان در تاریخ خودشون نشون دادن که الان ما در این استیج هستیم یا در این قرن هستیم، که بعد از این دنیا دنیای دانش و دیجیتاله. در این دنیایی که بچه های 3 ساله به اینترنت دست دارن، ما چجوری بگوییم؟ میابرم اکانومیکال پرابلم، اصلا نمیخونیم. بچه 3 ساله با اینترنت بازی میکنیم. پس این آقایان توریسیان ها کجا؟ پس این دانشگاه هایی که هزاران دانشگاه داریم چجوری این پرابلم اقتصاد را نمیتونم حل کنم؟ اینجا به این دلیل خالیه. بنده یا کنسرت میذاشتم، ایبی را میآوردم، نمیدونم داریش را میآوردم، سلداب میشد، یا اینا را لمس نمیکنن یا نمیخوان لمس بکنن و یا لمس میکنن و باور نمیکنن. همه اینا مستطیل. من در تهران درس میدادم، اون اوائلش پول تاکسی مدیبا میرفت، ولی این کار رو به اون زاره سوندم که ساعت 100 تومن اون موقعی جوستا داشتا 25 تومن میگرفت، من 100 تومن وقت نداشتم درس بدم. تمام شمال شهر درباری ها، تاجر ها، بچه هاشون رو من درس دادم. از 7 صبح تا 11 شب من معلم خصوصی بودم. برها جمع‌بندیشی میخوام بکنم، خوشبختانه امشب صاحب نظرهای استادان برزیدی تو اون جلسه هستن. شماها بایستی مسیر حرکت را تسهیلات فراهم کنید. جناب سوری شما رسانه دستتون، صاحب نظره رو میره مصاحبه میکنیم، ولی هنوز دردها دوا نشدیم. دردی که بخوان دوا بکنن تیچر یونیورسیتیه که 26 تا پروژه داره، یکی تربیت معلم دنیاست که فلسفهش اینه که از خب دوستان عزیز
این ویدیو رو هم روی یوتیوب گذاشتم، در قسمت یوتیوب مردم تیوی میتونید ببینید و شما نظر بدید. آقای مهدیزاده خب میخواد که دوستان بهش بگن که اشکال کار چیه، ولی به نظر من مشکل ایشون اینه که نوشدارو بعد از مرگ سهراب به درد نمیخوره. شما وقتی میخواین برنامه رو بذارید، اون موقع باید یه شورایی رو تشکیل بدید با همون خواننده، با همون تلویزیون، با همون برگزار کننده، ببینیم چه باید کرد. ولی من پنجشنبه قرار بود با ایشون مسابقه کنم، ایشون نیومد. یه دوستی زنگ زد گفت که آقا بیا بریم مسابقه فوتبال نگاه کنیم. گفتم من قرار دارم، منتظر یکی از دوستان هستم. گفت تو همیشه به ما اینو میگی و فکر کنم دروغ میگی. بهش گفتم تو از من دروغ شنیدی؟ خندید گفت نه. گفتم من منتظر آقای مهدیزاده هستم. خندید گفت آقای مهدیزاده اینجا نشسته فوتبال نگاه میکنه. ما تا 3:30 اینجا منتظر آقای مهدیزاده بودیم، بعد رفتیم دنبال یه کار دیگه. آقای مهدیزاده اون وقت دنبال من هی زنگ میزد، سوربه جان آدرست رو گم کردم، آدرس بده تا من بیام. جمعه ایشون گفت بیام. گفتم جمعه من دیگه برنامه‌مو با آقای افشارها دارم و نمیتونم حقیقتش. بعد ایشون میگه که خندید، خیلی همیشه میخندن و پشتکار دارن، به قول آقای انواری درست میگه. خندید گفت من که دفتر و دستکی ندارم. گفتم خب اتفاقا اشکال همینجاست، شما یه تقویم کوچولوی جیبی، حالا اسمارت فون نداری، نداشته باش، تقویم از این ساعت ها نداری، نداشته باش، روی کامپیوترتون نمیدونم کلندر نذاشتی، نذاشته باش، ولی بابا اون تقویم های کوچولو قدیمی رو میذاشتیم تو جیبمون، وقتی به یه نفر میگفتیم 10 صبح داخلش مینوشتیم پنجشنبه هفته آینده 10 صبح، اون صبح که بلند میشدیم نگاه میکردیم 10 صبح با سوربی قرار دارم، 11 با برم دکتر، 12 با دوستمون نهار و الی آخر. اگر خواستید آقای مهدیزاده من 2-3 تا از اشکالای شما رو میگم. یکی دیگه از اشکالا اینه، شما وقتی میگید تیچر یونیورسیتی 26 تا پروژه داره، درست این حرفیه که من به تمام این دوستانی که جنبش های مختلف، واقع منصور حسانلو اون روز گفتم، اینهایی که میان با یه دست چند تا هندونه میخوان بلند کنن و دیدیم، شاهد بودیم که هیچ کدام از این هندونه ها سالم به مقصد نمیرسه. شما از اشتباهات خودتون، از تجربیات خودتون به اصطلاح استفاده کنید و اون کارهایی که کردید نتیجه نداده انجام ندید، اون کارهایی که کردید خوب بوده اونو ادامه بدید. مثلا به نظر من شما وقتی با یه رستوران برنامه بذاری و بهش بگی آقا من 26 تا مثلا 15 دلار رو گارانتی میکنم، حالا میشه 26 تا 15 دلار میشه 13 تا 30 دلار، حدود 400 خورده 500 دلار. من نمیدونم اجاره این محل چقدر بود، ولی استودیو اینا بعضی هاشون 1000 دلار 1500 دلار یه شب میگیرن تا برای 4-5 ساعت. بعد شما مردم میگین 6 عصر تا 11 شب 6 عصر بعضی ها سر کار هستن. همینجا چند نفر که زنگ زدن گفتم ما شنبه هم کار میکنیم تا بیایم. گفتم حالا شما دوشتو بگی برو کار، از سر کار مستقیم بیا اونجا. ایرانی ها خیلی آخه ناز میکنن. بعد اونایی که 6:30-7 اومدن، شما اینا رو همون جوری نگه داشتید، بنده خدا حامد داره وسایلش می‌بنده، میگه اصلا تا 6 اینجا باز نبوده که من بتونم بیام تو. خود منم اونجا 6 بودم، اون مسئول اونجا رو باز نکرده بود که بیان داخل، یعنی قبلش دیدم که دوستانی که اونجا هست. در هر صورت اشکال زیاده و ما باید این اشکالا رو قبول کنیم، برطرف کنیم یا اینجوری بریم. من اگر یه همچی برنامه بخوام بذارم، برای که نرم مسئول خوراک باشم، مسئول جا باشم، مسئول موزیک باشم، مسئول این باشم، مسئول اون باشم، شما این کاری که کردید، این مایکرو منیجر، مثل دقیقا کاریه که دیکتاتورا میکنن. شاه کرد تو همه کارها میخواست خودش باشه، خودش باشه، خودش باشه. خامنه ای داره انجام میده، حکومت های دیکتاتوری انجام میدن، اینجوریه. و درسته بعضی از دوستان میگن بد نیست آدم دیکتاتور باشه، ولی توی یه قسمت، دو قسمت، اونم مثلا تو ارتش، توی اداره، تو فلان، در صورت زحمت خیلی کشیده بود ایشون، از خوراک تهیه کردن، جا تهیه کردن، خواننده آوردن. یه دوست دیگه هم بود که حالا اون گفت ویدیوی منو نشون نده اذیتم میکنن و اینها، خیلی قشنگ
گیلکی و شمالی و رشتی و اینها رو میخوند و شعر و اینها، و یه سری هم برنامه بود خانما آمدن رقصیدن، ولی ما چون نمیدونیم اینا میخوان که نشون بدیم یا نه، من معمولا نشون نمیدم، مگر اینکه تو تلویزیون آمریکایی هم اینجوریه، ازشون اجازه میگیرن، حتی ازشون امضا میگیرن که شما که تو این سالن بودید ما فیلم برداری کردیم، اجازه داریم نشون بدیم. اینه که تو بعضی فیلم ها اگه شما دیده باشید ببینه مثلا 10 نفر رو نشون میده، ولی 2 نفر رو وقتی صورتشون نشون میده به اصطلاح صورت اونها رو یه جوری میپوشونه که شما تشخیص ندید اینها کی هستن. اون افرادی هستن که گفتن ما نمیخوایم به اصطلاح تصویرمون پخش بشه. در صورت شب خوبی بود، جای شما خالی، و امیدوارم شما هم با آقای مهدی‌زاده تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، وقتی که ایشون از چند نفر بشنوه که اینجوریه بابا، خب اون جایی که هست برای اون رستورانم، یا مثلا شما اگه 500 دلار بدی به یه رستوران، خب نمیخوام بگم اگر به جای 26 نفر 10 نفر بیان خوشحال میشه، ولی اون میدونه امشب 500 دلار ساخته، بعد برای اونها خوراک تهیه کردن، گذاشتن، برداشتن، قاشق چنگال، ظرف شستن، چای درست کردن، اینها آسونتره، اونها وسایل کمرشال دارن. اینجا خب چای درست کردن، بعد یه نفر گفت این چای مثل چای شمال نمیشه. میگم ایرانی هم خیلی ماشاءالله همه دماغا بالا، هخ نازه. بعد یه نفر بلند شد رفت از چیز چایی نمیدونم احمد بخره بیاد، چایی صدف بخره بیاد. اینو شما تو رستوران اگه بگی مثلا این چایی اینجوریه، فوری برات یه چای دیگه درست میکنه، چایی رو با عطر برات مخلوط میکنه. من نمیدونم، من خودم چندین بار برنامه های اینجوری رو گذاشتم برای آقای پرویز کاردان، برای آقای رهنما اینها، و دیدم که چه زحمتی داره. و اگر شما تازه همه چی به خوبی و خوشی بگذره، همون چند مدت پیش راجع برنامه خانم شوره عاصمی هم گفتم 8 ماه 6 ماه اینا تمرین میکنن یه نمایشی رو میارن، و من و شما راحت یه شنبه بعد یه شنبه بعد از اون میریم اونجا، بعدم که میایم به اصطلاح دیگه هیچ کاری نداریم، ولی اونها بعدی هم که میان هنوز باید وسایل ببرن، چیا رو تحویل بدن، خلاصه کار مشکلیه. من به همشون خسته نباشید میگم، همونجوری که آقای انواری هم تشکر کرد، من هم تشکر میکنم. قدر اینها رو بدونیم و اینها رو دل سرد نکنیم که یکی یکی برن کنار و بعدن برسیم به جایی که بگیم هیچ جا نداریم. جا داریم، استفاده کنیم دوستان. الان آخوندها از مساجد دارن حتی برای عروسی و ازدواج استفاده میکنن، و من و شماها یه مقداری عقب افتادیم. این آمریکایی‌ها نگاه کنید، کلیسا مراسم یادبود و مموریال اونجاست، مراسم عروسی اونجاست، هزار تا که حالا اغراقه، 10 تا برنامه دیگر هم میذارن تو همین کلیسا. ما هم باید بتونیم اگر یه جایی رستورانی هست، یه جایی هست استفاده کنیم. و یه چیزی، حالا که یه جایی به این قشنگی هست، استودیو نمیدونم مال ایرانی هست، مال افغانی هست، مال آمریکایی هست، خب اگر اینها هم بیشتر ازشون استفاده بشه، اینها هم قیمتشون رو میارن پایین. الان ممکن نه، اصلا نمیدونم چنده، نخوام بگم قیمتشون بالاست، ولی ممکنه به خاطر اینکه هفته یه شب یا 2 شب برنامه دارن، مجبورن قیمت رو بالا نگه دارن که به قول معروف جاستیفای بشه، یا این چی میگفتن، میگفتن هزینه سرشکن بشه، یه چیزی اینجوری. در صورت بذارید بریم دنبال برنامه. برنامه آقای پرویز صیاد تازگی یه برنامه رو درست کرده در باب مضحکه انتخابات، و به نظر من خیلی بیمزه بود، یعنی میشه گفت کپی کار آقای علی فخرالدینه. تازه خود آقای علی فخرالدین الان به کجا رسیده کارش؟ الان رسیده بره تو تلویزیون ایران آریایی بشینه، هی بگه 5 دلار 5 دلار برام بفرستین، و نمیگیره. و انتخابات تموم شد رفت، حالا درست دور دومش هم نمیدونم برای چی مونده و اینها، ولی آقای صیاد شما اون صمد آقات خیلی حرفای بهتری میزد، خیلی چون از دل برمی اومد بر دل می نشست. شما توی اون لباس اگر صحبت کنید با مردم به نظر من خیلی بهتره. من 2-3 تاشو نشون دادم، ولی دیدم واقعا میگم ارزش وقت گذاشتن، ضبط کردن و نشون دادن نداره. و اما آقای شهرام همایون و شازده رضا پهلوی آمدن کپی کردن. میدونید ما ایرانی‌ها در کپی کردن خیلی خوبیم،
و اتفاقا خوبه، قراره کپی کنیم، اونای دیگه زحمت کشیدن چرخ و اختراع کردن، ما ازش استفاده کنیم، قرار نیست دوباره ما بریم بسازیم. ساینفیلد و چند تا تهیه کننده دیگه یه برنامه های گذاشتن، کومیدین کافی اند کار، یه چیزی اینجوری، ماشین و قهوه و کومیدین. حالا این چون سی سی هست بهش میاد، ولی به فارسی نمیدونه چی میشه. آقای شهرام همایون و رضا پهلوی یه همچین کاری خواستم بکنم، ولی برید دوستان واقعا ببینید کیفیت ضبط ویدیو، خود آقای همایون باید اینو نمیذاش اصلا روی اینترنت و اینا، وقتی بد میشه خودتون ادیت کنین بندازین دور. اصلا دوستان این روزا با این تلفنای سمارت فون واقعا میشه فیلم های تهیه کرد که از لحاظ HD، از لحاظ کوالیتی، خیلی از فیلمسازا از این استفاده میکنن و 4-5 دلار، 10 دلار یه دونه برکت یا یه دونه استند براش میخری، میذاری جلو ماشین، یکی میذاری این و یکی میذاری اون. و حالا شما که پول داری آقای شهرام همایون، از این گو پرو دوربینای هست که ورزشکارا و اینا استفاده میکنن، از 240 دلار هست تا 400 دلار. این روزا نگاه کنین مثلا یه ماشینی که دارن توش صحبت میکنن 6 تا دوربین اینور ورش بسته، اصلا شما نمیبینی، متوجه نمیشی، ما چون خیلی حساس هستیم که اینو از کدوم زاویه گرفته، میفهمیم که بعد اینو گذاشته روی این آینه، اونو گذاشته روی اون آینه. حتی توی فیلمای ایرانی من میبینم استفاده میکنن. خب میدونید شما الان میگید که خب فیلمای ایرانی دولت و بودجه هنگفت پشت سرشونه، ولی من و شما باید از مغز هنگفتمون استفاده کنیم و با وسیله کم بهترین پروداکشن ها یا تولیدات رو داشته باشیم. خب اینو بذاریم کنار. آقای شازده در صحبتاشون آقای همایون ازش میپرسه که شما بچگی داشتی نداشتی بچگی؟ این بدترین نوع سواله که شما میای شما نمیای، آقا سوال کردی بذار جواب بده. شازده هم میگه نه بچگی، نه من بچگی نداشتم. دوستان بشینید خودتون رو مقایسه کنید با زندگی شازده. تا 16 سالگی 17 سالگی که انقلابی نشده بوده، پدرش نمرده بوده، ایشون در ناز و نعمت زندگی میکرده. بله خود من بعضی وقتا میام میگم واقعا اینایی که خیلی دیگه تو ناز و نعمت هستن و مجبورن دورشون مأمور باشه و فلان، ها زندگی بدیه. ولی شازده آخه انصاف هم چیز خوبیه. وقتی که منو بچه های خیابون آسونه و تنوره بغیری ها مجبور بودیم پول یه هفتمونو بذاریم رو هم، 10 نفر بریم یه توپ نمیدونم والیبال بخریم یا فوتبال بخریم، که اولین ساعتی هم که بازی میکردیم این توپ میرفت تو اتاق یه نفر، تو خونه یه نفر، با چاقو پارش میکردن مینداختنش برامون. شما با کی مقایسه میکنی که بچگی نداشتی؟ شما این که تیم فوتبال مدرسه‌تون آقای کیه این خدابخشیان، مانوک خدابخشیان و بازیکنای تیم ملی میمدن، شما این که مدرسه خصوصی براتون ساخته بودن تو کاخ. آقای شهرام همایون خوب خجالت هم خوب چیزیه، بهش بگو آقا فیلمات هست که هواپیمای نمیدونم کوچولوی اسباب بازی و ماشین برقی و اسب و فلان و تعطیلات، آخه خجالت بکشید آقا، نکنید این کارو، والا مردم میخندن ازتون. خودتون به دست خودتون نیاین خودتون رو بذارید روی میز تشریح سربی که اینجوری جگر و دل و رودتون رو بریزه بیرون و ببینه سرشار از دروغه. تا داریم راجع به شهرام همایون صحبت میکنیم، شهرام همایون یه مصاحبه هم سال پیش همین موقع ها مارچ و ایام عید کرده بود با آقای امید دانا. امید دانا میدونید که من بهش میگم امید نادان، و آمدن با شور و هیجان چرا آقا در سوئد چهارشنبه سوری گذاشتن ولی نگذاشتن ما پرچم ببریم. آقای امید دانا، پرچم رو به خاطر نادانانی مثل تو که چون تعدادشون کمه دو تا پرچم بزرگ با چوبای بزرگ با پارچه بزرگ میگیرید هی اینجوری میکنید تو سر چشم مردم میزنید، اونی که رفته بیمه خریده برای یه برنامه ای میگه چهار تا احمق مثل این نیا، و مهم پرچم شیر و خورشید تو و پرچم دیگه نیست، میگه آقا اگرم تازه پرچم آوردید برید دور تا دور مردم وایسید بیرون از جمعیت، طرف داره میرقصه اینجوری میکنه دستش میخوره تو چوب پرچم شما. و آقای همایون مگه قرار نیست مردم آزاد باشن؟ آقا شما
سال دیگه برو سوئد برنامه چهارشنبه سوری اجازه بگی، پلیس دعوت کن، کرایه توالت بده، موزیک اجاره کن، بیار به دست هر نفرم دو تا پرچم بده. چرا زور میگید؟ بعدم هی با نادانایی مثل امید دانا هی میشینید، اون میگه بله شما میگید بله. آقا طرف کرده، آفرین بر اون، کردا پرچم خودشون رو دارن. کردا شاه ایران اشتباه کرد، گفت من شاهنشاه هستم. اگر شاهنشاه بود باید میذاشت شاه کردا پرچم خودشون رو داشته باشن، پرچم ایران هم اون بالا. اینجا هر شهری، هر کانتی، شما آقای همایون مگه تو کالیفرنیا نیستی؟ مگه پرچمتون اون خرس و اینا روش نیست؟ خب کسی میاد بگه چرا پرچم آمریکا، پرچم آمریکا اینوره، پرچم کالیفرنیا اونوره. من مطمئنم لس آنجلس هم یا کانتی که هرچی هست اونجا پرچم خودش داره. چرا یاد نمیگیرید؟ تازه شماها تو آمریکا و اون تو سوئد، آخه به کجا میخواین برسید واقعا؟ برو آقا برنامه بذار، اصلا هر کی آمد بگو نیان، ما به هر نفر دو تا پرچم مجانی میدیم. ولی این کارا رو نکنید، اینا ازتون استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، هر چی که بگی. آقای بله این دوستمون زنگ زده، اگه برنامه منو میبینید یا میشنوید کاش دوباره زنگ بزنید، چون صدای تلفن رو من بسته بودم، چون شما به من گفتید که ممکنه قسمت دوم برنامه زنگ بزنید، ازتون عذر میخوام. این دوستمون که رادیو کیان ایران رو مدیر مسئولش هستن، قرار بود که تماس بگیرن و من امروز برنامهشون رو گوش دادم و باهاشون تماس گرفتم، گفتم من میخوام اعتراض کنم به شما، در حرفای شما یه چیزایی به نظرم زد و نقیض آمد. ایشون خیلی با روی باز گفت بفرمایید گوش میدم، و گفتم که شما، و ایشون رئیس شهربانی بوده، سرهنگ شهربانی بوده، و جالب اینه سرهنگ شهربانی بوده که چون با مردم مردمی رفتار کرده بعد از انقلاب تیکی تیکش نکردن. نمیخوام بگم اونایی که تیکی تیکی کردن همشون نامردمی بودن، چون اونا یه سری هم دادگاه ها بی دادگاه بود، اصلا دادگاه نبود. ولی من خودم یادمه، چون در هوابرد شیراز خدمت میکردم، روزی که انقلاب شد سروان محمدی که بعدم درجه سرهنگی گرفت و سرهنگ حقیقی که با پسرش اینجا دوستم، اینها رفته بودن که برن پای محاکمه و اینها، چون هوابرد حکومت نظامی رو توی شیراز به اصطلاح اجرا میکرد. ولی افرادی مثل من، مثل آقای کاظم آتشی، رفتیم اونجا وایستادیم، از اینا حفاظت کردیم، گفتیم بابا اینها نیذاشتن کسی شلیک کنه. ضمن این که همون آقای محمدی دوبار منو انداخت زندان که تو چرا به سربازا میگی که این مردم از ما هستن؟ گفتم آقا به سرباز میگم مردم از ما هستن؟ دروغ گفتم. خب این مردم از ما هستن، مخصوصا منی که تو شیراز بودم، مردمی که تو شیراز میومدن، من وقتی طرف راه میرفت نمیخوام بگم نصفش رو میشناختم، حداقل 10% رو میشناختم. این آقا بازاریه، اون آقا معلمه، این آقا ارتشیه، این آقا نمیدونم مسئول فلان کار هست، هرچی. خب اینا مردم بودن و ما میگفتیم بابا تا موقعی که حمله نشده، تا موقعی که احساس خطر نمیکنید شلیک نکنید. و چقدر خوب شد آقای سروان محمدی، سرهنگ محمدی، اگر کسی مثل من نبود و اینجوری بود که چپ و راست اینا تا یک کسی میترسید شلیک میکرد، اون وقت شما بعد مسئول همه اینا، چون کسی که سرباز نمیگیری که، شما که مسئول بودید میگرفتن، بعد اونم پشت بام یه جای دیگه شما رو اعدام میکردن. در صورت ایشون، این آقای کیومرث فرهومند، رئیس رادیوی یا مدیر رادیوی کیان ایران هست، رادیو کیان ایران توی سوئد، و امروز داشت در رابطه با تروریستا میگفت که چرا پلیس اینا رو نگرفته. میگم خب شما که پلیس بودید چرا اینا رو بگیرن؟ بله درسته که کمکاری کردن از به اصطلاح سیستم بدی که داشتن، به خاطر 3 تا زبان مختلف، به خاطر چند تا پلیس مختلف، حتی اونی رو که از ترکیه دیپورت کردن هلند و از هلند هم اومده اینجا نگه نداشتن، ولی قرار نیست هر 3 تا جوانی که فرودگاه راه میرن بگیرنشون. بعد ایشون توضیحاتی داد، از ایشون تشکر میکنم، چون در رابطه با به اصطلاح انفجارها در
لاهور پاکستان، انفجار در عراق، روزی 50-60 نفر حداقل کشته میشن. و ایشون جوری که صحبت میکرد قبول داشت که بابا خون شخصی که توی بروکسل هست با خون کسی که توی پاکستان هست رنگش یکی هست و فرقی نمیکنه، مخصوصا که گویا این برنامه‌های پاکستانی گفتن روز عید پاک ما میخوایم بریم مثلا مسیحی‌ها رو بکشیم. حالا من نمیدونم تو پاکستان تعداد مسیحی‌ها اینقدر زیاده که جشن عید پاک رو برای خودشون توی پارک بازی با اسم اصلا پارک بازیه اونجا میگیرن. و اگر چنین چیزی هست ببخشید، تو پاکستانی که خودش به عنوان چرکستان از هندوستان جدا شد، خب اون مسیحی که اونجا زندگی میکنه یک کمی باید فکرش رو از این سوال کرد به چه فکری شما اینجا وایسادی. مثل آقای عابدینی بود که بلند شد و رفت بود ایران، میخواست ایرانی ها رو مسیحی کنه، انگار که حالا ایرانی کم میان خارج مسیحی میشن، ایشون بلند شد و رفت بود اونجا، بعد که برگشت دیدیم خودش با زنش اشکال داشته و اشکال داره. کارمون دوستان خیلی خرابه. خب شهرام و همایون و شازده و نداشتن بچگی و اینها رو بگیم. و اما فیلمی رو یکی از دوستان فرستاده درباره شاه و جشنهای 2500 ساله و اینها، اون رو من میخواستم از امروز نشون بدم ولی انقدر به نظرم جالب اومد که از همون روز جمعه بهتون نشون دادم. ماجرای چهارشنبه سوری در سوئد و پرچم شیر و خورشید رو گفتم. اگر آقای امید دانا میتونه با اونایی که ازش انتقاد میکنن صحبت کنه من در خدمتشم، نه اینکه دزدکی زنگ بزنه با آقای بهرام مشیری بعد تیکی تیکی نوارا رو اینجا میگن out of context بیاد اونجوری که دلش میخواد بکشه بیرون چیز کنه. اگر میخوای مثل یک انسان شریف مهمون من باش، 10 دقیقه 15 دقیقه سر یه موضوع مشخص صحبت میکنیم، مثلا موضوع مشخص چهارشنبه سوری. من برای دوستمون این آقای خواجه عبدالله نوشتم آقا چندین نفر کشته شدن، چند تا آتش سوزی شده، چرا شماها نمیگید درباره این؟ اصلا جواب نداد. خب ببینید اینا فکر میکنن مثلا ملت خرن نمیفهمن. و اما یه دوستی هست ویدیوهای جالبی گذاشته که من یه چند تاش دو تاشو نگاه کردم، 17 تا ویدیو گذاشته و من براش نوشتم که این ویدیوهای شما آدم وقتی که میبینه به فکر فرو میره، اگه دوست داشته باشید از تلویزیون ما استفاده کنید و ویدیوهاتون اینجا پخش کنید. ولی جالب اینه که شاید چون من از اولین ویدیو رو ندیدم، شاید ایشون به صورت کلاس داره جلو میره متوجه نشدم، ایشون هم اون چیزایی که میگه از یه پروژه‌ای صحبت میکنه که باور داره ما هر روز متولد میشیم یا چندین بار متولد میشیم و این تولدها اینجوره. باور داره که اون خدا یا طبیعتی که ما را آفریده هدفش این نبوده که ما بیایم دنیا را خراب کنیم و ایشون باور داره که ما میتونیم با اون قدرتی که داریم، هممون مثل ورزشکارا، مثل کشتیگیرا، مثل اینایی که وزنه بردارن، مثل دونده ها، همونقدر قدرت داشته باشیم، همونقدر سرعت داشته باشیم اینها. و برنامه جالبیه ولی حالا اگه بشه من ببینم چی میشه. ببینم که آها ایشون نشته ویدیوهای اول چون مطالب گسترده است و من هم سخنرانی هم خوب نیست ایدار نمیباشه، اما با زندگی نامه من در پایه و علمی. آها خب اونا رو نگاه میکنم. من خودم یکی دو تا اشکال توی ویدیوی شما دیدم، اون رو براتون نوشتم. مثلا دیدم که شما حالا یا از رو کامپیوتر میخوان برنامه‌تون رو بخونید به صورت چپتر چپتر یا هرچی، دوربین این وره، کامپیوتر این وره، نگاه اینجوری میکنید، بعد دیدم که تصویرتون پایینه، باید تصویر رو دلچسب کنید برای بیننده. ببینید من اینجا هیچ امکاناتی ندارم، باور کنید امکاناتی که من دارم در حد هر کدوم از شما هاست که تو خونتون حاضر بشید یه $200 خرج کنید و هر کی بخواد من براش یه استدیوی کوچیک نقلی درست میکنم. ولی میرم یاد میگیرم، میرم میخونم و دوست دارم ببینم که چجوری صدا رو خوب کنم، چجوری تصویر رو بهتر کنم. شما همین کار رو باید انجام بدید، مخصوصا ویدیوهایی که مثل مال من طولانیه، شما ویدیوهاتون 30 و چند دقیقه هست نسبتا طولانیه، اینا باید جذاب باشه تا وایسن و الا ملت در میرن. و هیچ وقت فکر نکنید
همه از اولین ویدیوی شما رو دیدن و اون وقت شما میشی مثل دکتر اهورا یزدی هخا که میگه که برید من با شمیرانی صحبت کردم اونجا ببینیم آقا شمیرانی کجا، شما الان اینجا هستی، یه سوال ازت میکنن جواب بده. در اصل امیدوارم این دوستمون هم راضی بشه به پرداخت هزینه، چون من نمیتونم هزینه تمام دوستان رو خودم از جیب بدم. و به اون دوستمونم که از سوئد تماس گرفته لطف کنه دوباره تماس بگیره تا بتونیم با هم صحبت کنیم. و ضمناً یادتون باشه تلویزیون هایی که نمیخوام بگم جر و بحث میکنن، گفتگو میکنن، مناظره میکنن. ببینید الان آقای میبودی برنامه هاش با وجودی که الان دیگه چند ساله یه بحثی رو همین جوری هر روز ادامه میدن یا هر هفته ادامه میدن، ولی جالبه چون 5 نفر آوردن اونجا نشوندن. اولا طرف میاد میگه آقا امروز شاید راجب عید پاکیه چیزی یاد بگیریم، شاید امروز راجب اون آدم ناپاکیه چیزی یاد بگیریم. اینه فرق میکنه با ویدیوهایی که یه نفره باشه. ویدیوهای یه نفره باید خیلی جالبتر باشه تا بتونه مورد پسند قرار بگیره، یا اینکه به صورت بحث و گفتگو باشه. مثلا همین امروز که من با این دوستمون که سرهنگ شهربانی بوده اگر صحبت کنم، میگم آقا شما الان میتونم بگم از تمام این پلیسای بلژیک و نروژ و اینها تجربت بیشتره، شما اگه امروز بشی رئیس شهربانی این بروکسل چی کار میکنی؟ خب اینجوری که شما میگی، میگی دیگه هیچ کس تو فرودگاه نیاد، خب چی کار میکنی؟ دم در فرودگاه نگه میداری، اون تروریسته میاد دم در فرودگاه منفجرش میکنه، چی کار میکنی؟ مثل فرودگاه شیراز یه بلواری بود، دم همون بلوار اون دم در نگهت می‌داشتن، میگفت چیکار داری؟ میگفتی مسافر دارم، بلیط تو نشون میدادی میرفتی، اگه نداشتی باید دور میزدی. خب میان اونجا منفجر میکنن، میره تو پارک منفجر میکنه، میاد تو رستوران منفجر میکنه، میاد تو سینما منفجر میکنه، جایی که کنسرته میاد منفجر میکنه، مسابقه های فوتبال منفجر میکنه. شما بگید اینا باید چیکار کنن؟ بلافاصله خود ایشون گفت که البته خب اینجا چون کشور آزادیه نمیتونن همه رو چپ و راست بگیرن. این بود که زد و نقیض، یعنی حرفا میاد خودش رو به اصطلاح از بین میبره و شما میگه اه شما الان اینجوری گفتی الان عوضش کردی. ببینیم حالا دوستان زیادی برای من این دو سه روز چی فرستادن. خب دوستان چپ و سیاه کل و اینها که ماهنامه کارگری، روزنامه کارگری درباره زندگی کارگر، رفیق، فلان، اینا چپ و راست مینویسن و من بارها گفتم ببینید اینهایی که مینویسید کسی هم میخونه یا نمیخونه. ولی یه ویدیو، یک موضوعی رو من قبلا هم خونده بودم، این رو آقای سهیلی دوباره امروز فرستاده، میخونیم تا بلکه یاد بگیریم تو کشورهای مختلف چجوری با مردم رفتار میکنن. اگر مثلا کسی سربی، آقای نمیدونم شهرام همایونی، کسی توی آمریکا بیاد مثلا توهین کنه، میگه توهین در کشورهای مختلف آمریکا، شما به رئیس جمهور آمریکا میگویید مادرت رو فلان، ولی اتفاق خاصی نمیفته، فقط شما معروف میشوید، درباره مادر رئیس جمهور کتاب مینویسید، میلیون ها دلار درآمد کسب میکنید، اما بعد از آن رئیس جمهور از شما به دادگاه شکایت میکند و شما مجبور میشوید که بابت غرامت همه پولتان را به رئیس جمهور یا دادگاه بدهید. خب انگلستان، شما به نخست وزیر انگلستان میگویید مادرت را فلان، نخست وزیرم به شما میگوید مادر خودت رو. فرانسه، شما به رئیس جمهور فرانسه میگویید مادرت رو فلان، بلافاصله میلیون ها نفر از مردم به خیابان ها میرزن در حمایت از شما و به رئیس جمهور میگوین مادرت رو. رئیس جمهور هم درباره جریدار شدن احساسات از شعری میسراید و آن را در روزنامه ها و مجلات و رادیو تلویزیون منتشر میکنه. و اما میریم ژاپن. چرا تا رفتیم ژاپن؟ 5 شد. ژاپنی که کوچیکتر از جاهای دیگه است، چرا اینجوری شد؟ ژاپن، شما به نخست وزیر ژاپن میگویید مادرت رو، نخست وزیر تعظیم میکند و به شما میگوید ببخشید ولی فکر نکنم مادرم از شما خوشش بیاید. آلمان، شما به صدر اعظم میگویید مادرت رو، پلیس به سراغ شما میآید و به شما میگوید لطفاً با مادر صدر اعظم کاری نداشته باشید. سوئد، شما به نخست وزیر سوئد میگویید مادرت،
از مردم رأی گیری می شود که آیا شما مادر نخست وزیر را فلان یا نه. اگر رأی مثبت داده شود شما مادر نخست وزیر را فلان، ولی اگر رأی منفی داده شود نخست وزیر دست شما را در مقابل دوربین‌های تلویزیونی می فشارد و برای شما آرزوی موفقیت می کند. و اما بریم ترکیه. شما به رئیس جمهور ترکیه میگویید مادرت رو به رئیس جمهور هم اصلش رو در میاره و همونجا به شما شلیک میکنه. اگر شما کرد باشید رئیس جمهور مورد تشویق قرار میگیرد، وگرنه او را به دادگاه احضار میکنند و او در بین راه فرار میکند و به یونان پناهنده میشود. سوئیس. شما به نخست وزیر سوئیس میگویید مادرت رو منشی دفتر نخست وزیر با شما تماس میگیرد و شماره تلفن مادر نخست وزیر را به شما میدهد تا شخصا با خودش هماهنگ کنید. هلند. شما به نخست وزیر هلند میگویید مادرت رو نخست وزیر شما را به خانه اش دعوت میکنند و خاکستر مادرش را که سالها پیش مرده به شما میدهد و برای شما آواز میخواند و گریه میکند. شما هم متاثر میشوید و به خانه برمیگردید و میبینید خانواده تا ناپدید شدند و سالهای سال به دنبال خانواده خود از این شهر به اون شهر آواره میشوید و سرانجام در فقر و غربت و غم و گرسنگی میمیرید و از داستان زندگی شما بیش از 1700 فیلم سینمایی ساخته می شود. هلند اینجوریه. کانادا. شما به نخست وزیر کانادا می گویید مادرت رو مادر نخست وزیر خبردار می شود و مقاله فمینیستی در روزنامه چاپ می کند و تبعیض جنسی را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد و از شما می خواهد که پدر نخست وزیر را ننوشته دیدم. کولومبیا. شما به رئیس جمهور کولومبیا میگویید مادرت را بعد وصیت‌نامه تان را مینویسید و در اولین فرصت خود را دار میزنید. چند روز بعد جسد شما را در حالی که تناب دار دور گردنتان است و با گلوله سوراخ سوراخ شده و با اسید سوزانده شده اید پیدا میکنند. پزشک قانونی جسد شما را لاشه سگ تشخیص داده و در حومه شهر دفن میکند. و اما چین. شما به رئیس جمهور چین میگویید مادرت را رئیس جمهور هم به صورت لفظی هم شما و هم خانوادهتان را سپس شما به همراه خانوادهتان به کره ما تبعید میشوید. خب دیگه خیلی زیاد شد، مجبور شدن چیزای الکی بنویسن. ایتالیا. شما به نخست وزیر ایتالیا میگویید مادرت را روزنامه ها خبر رسوایی مادر نخست وزیر را چاپ میکنند و مافیا به خاطر شهوت زیادتان به شما پیشنهاد همکاری در زمینه تهیه فیلم های لختی و پورنو میکند. نخست وزیر هم برای تلافی یک بازی دوستانه فوتبال بین تیم محبوب خودش و تیم محبوب شما ترتیب میدهد و داور بازی را میخرد و تیم محبوب شما را با نتیجه مفتضحانه ای شکست میدهد. و اما روسیه. شما به رئیس جمهور روسیه میگویید مادرت رو فردای آن روز شما دچار یک سانحه شدی و تصادف با اتومبیل کشته میشوید. به خانواده شما اطلاع داده میشود که شما در حال مستی رانندگی کردید و شدت تصادف چنان زیاد بود که بدن شما تکه تکه شده است. بریم عربستان. شما به رئیس جمهور عربستان میگویید مادرت رو همه به شما میخندند چون عربستان رئیس جمهور ندارد. شما متوجه اشتباه خود میشوید و این دفعه به پادشاه عربستان میگویید مادرت رو. همه از خنده دست میکشند و پادشاه هم زبان شما را قطع میکنه. و اما ایران. میگه ایران آقا من که هنوز چیزی نگفتم، منو کجا میبرین، ولم کنید. یعنی اینجوریه ایران. اینم از دوستانی که از من بیکارتر هستن و نشستن و این جنبش ها و اینها. و اما اون دوستی که گفتم ویدیوهایی درست کرده 17 تا ویدیو و درباره طبیعت و اینها صحبت میکنه، میگه این پروژه. من میخوام بفهمم که شما وقتی میگید این پروژه، یعنی این پروژه‌ای هست که مال یکی دیگه است، شما دارید این رو نشر و به اصطلاح پخشش میکنید، یا این پروژه‌ای هست که شما به نتیجه رسیدید و میخواین حالا اینو شروع کنید. یه مقدار بیشتر توضیح بدید و به نظر من در اول هر ویدیو حدود یک دقیقه توضیح بدید راجع به اون چیزایی که گذشته، اگه اینها به صورت دنباله داره یا به صورت سریال هست. یک صداشو ببندم اگر اون دوستمون دوباره زنگ نزنه بنده خدا. یک عکسای زیبایی رو این دوستمون فرستاده از بذارید تخم مرغ، خیلی قشنگه و تشکر میکنم. این رو آقای علی شیرازی فرستاده، ما هم نشون بدیم اینجا. و تخم مرغ، ماجرای تخم مرغ تو فرهنگای مختلف، حتی خب ببینیم که این رو ما اینجوری براتون گذاشتیم روی اوتوماتیک خودش عوض بشه. یه خونه ای هم تو ایران بود
من تهران دیده بودم به شکل تخم مرغ، نه ولی به صورت یک دایره ای بود. کسی از اون خبر داره؟ برای من خیلی جالب بود وقتی که اون رو دیدم و دلم میخواست که همیشه سری عکسی از داخلش و اینا مینداختم، ولی تو ایران که میدونید کسی نمیاد از داخل خونش عکس میندازه. حالا امیدوارم این روزا که از داخل توالتاشون هم عکس میندازن این کار انجام بشه اگه اون خونه هنوز هست. و ببینید که این تخم مرغ ها چه قشنگ، حالا یا چیزای دیگه، یعنی رنگش کردن مثل اینجوری تخم مرغ، یا منظور، ولی منظور تخم مرغ دیگه، چون تخم مرغ هست که پایینش اینجوری پهنه، بالاش اینجوری نازکتره. و چرا اینها هم همون منظورشون برای ایستر هست، ماجرای تخم مرغ قایم کردن و پیدا کردن و شادی و اینها با ایستر، با جیزز، با عیسی بنده خدا که در بطلهام و در فلسطین و در اون قسمت دنیا به صلیب آویزون شد و بعدم میگن حالا رفته و نمیدونم به عرش کبریا پیوسته و بعد دوباره آمده و رو زمین، خودشون هم نمیدونن چی میگن. یه بار میگن رفته، یه بار میگن اومده. یه نفر برای من امروز نشون داد آقا اینایی که دنبال جیزس هستن فکر نمیکنن که جیزس دیوانه بوده. گفتم حالا من کاری ندارم جیزس دیوانه بوده یا نبوده، ولی اینکه 2.2 بیلیون دنبالش هستن، شما از اونها سوال کن و ببین اونها منطقشون چیه. من که دنبال جیزس نیستم، در اصل این دوستمونم قرار شده بره بپرسه از اینها و بیاد نظر بگه. خب این گفتم همونجوری که به احتمال زیاد چون اینجام خیلی تخم مرغ با این عید پاک و ایستر رابطه داره، احتمالا این در همون رابطه بوده که از سر تا سر دنیا این عکس ها رو دوستان جمع کردن به صورت پاورپوینت به اینا میگن نه، ارسال کردن. ممنون و متشکرم از دوستان و بریم برنامه رو ادامه بدیم. اون دوستمونم از سوئد اگر خواست من این تلفن رو باز میذارم زنگ بزنن. ما از دست دوستان تلفن رو میبندیم. اتفاقا امروز وقتی من رفتم گفت که شما چون تلفنتون وقتی زنگ میزنید مشخص نیست که کیه از کجاست، ما جواب نمیدیم، من با اسکایپ تماس میگیرم. ما یه پولی $10 $15 میریزیم به حساب اسکایپ، اسکایپ میذاره با کامپیوترمون با تلفن‌های معمولی هم زنگ بزنیم، خیلی هم ارزونه. من مثلا به آلمان که زنگ میزنم دقیقه 2 سنته، به تلفن‌های دستی گرونتره، مخصوصا تلفن‌های ایران، چون رسم تلفن‌های ایران اینجوریه که شما وقتی زنگ میزنید شما پول تلفن اونا رو میدید، که به نظر من فکر خوبی هم بوده. در هر صورت به این خاطر بود که ایشون گفت که تلفن شما مستقیم نمیره رو خط و میخواستم بگم خب شما میتونید بیرون جواب بدید وقتی که مطمئن شدید کی هست و چی میخواد بگه، اون وقت بیارید روی خط. نمیخوام بگم فیلتر، ولی اینجوری حالا اسکن میکنید، نگاه میکنید ببینید که مزاحم نباشه. تفاوت سه دین ابراهیمی: مسیحی ها حرف زدن با سقف آسمان، یهودی ها حرف زدن با دیوار و مسلمان ها حرف زدن با زمین. این هم تفاوت ادیان مختلف رو اینجا گفته. و اما نیاک رو اتفاقا توی همین صحبت آقای امید دانا با آقای شهرام همایون از نیاک اسم میبره و نیاک رو به عنوان لابی حکومت ایران معرفی میکنه. آقا بذار بگیم شما درست میگی، خب شما حالا هرچی بگید که فایده ای نداره، که شما برید یه کاری کنید که بتونید لابی رضا پهلوی بشید، یه کاری بشید. شما بیکاری و بی‌عرضگی خودتون رو میخواین با به اصطلاح اتهام زدن، تهمت زدن، توهین کردن به دیگران جبران کنید. همین امروز صبح نیاک برای اونهایی که مثل من توی ایمیل لیستشون هستم نوشتن که نوشته I'm reaching out to make sure، میگه که ما این ایمیل رو برای شما فرستادیم که مطمئن بشیم جمعه اول آپریل ماز جبرانی داره میاد واشنگتن دی سی، شما فراموش نکردی. این دوستان حتما میدونن که ما بین هر برنامه‌ای داریم آگهی آقای ماز جبرانی رو نشون میدیم و جمعه هم اول آپریل اونجا خواهیم بود. این دوستان
یه برنامه هم این پایین نوشتن، نوشتن اگر کسی بخواد میتونه زودتر بیاد به زبان فارسی یه تور در کندی سنتر بهش میدیم، بعدم میتونن برن هپی آور. من خودم سعی میکنم 6 اونجا باشم که 6:30 با اینها این تور رو برم، نیم ساعت اونجا رو بهت نشون میدن که این سالونه چرا اسمش اینه، این چیه، چجوریه اینها. کندی سنتر اگه اومدید واشنگتن یکی از جایی که باید حتما برید ببینید. یادش بخیر روانش شاد یا آقای بود آقای صالحی اینجا کنسرت نوروز میذاش مجانی در کندی سنتر، و متاسفانه اینجوریه وقتی یه نفر فوت میشه، ما چون عادت نکردیم کارهای گروهی سازمانی اینجوری نیست که اونای دیگه ادامه بدن، از بین میره. یادم میاد سالها پیش با آقای تقی مختار، حالا امیدواریم 70 سالشون شده، امیدواریم سالهای سال زنده باشن، یه نفر گفت آقا اگه شما خدای نکرده فوت بشی چی میشه؟ آقای مختار خندید گفت من همین الان که زنده هستم خودم نگرانم که فردا چی میشه، حالا دیگه اگه فوت کردم که نمیدونم. در صورت اینم مشکل ایرانیایی هست که یک کاری رو دارن انجام میدن. و اما درباره ویدیوهای جالبی که از روی فیسبوک اون دوستمون دیدم صحبت کردم، امیدوارم بتونیم این ویدیوها رو برای شما پخش کنیم. و اما سفر 100,000 نفری ایرانیان به آنتالیا، این رو من برای دوستم گفتم، نشون دادم، یعنی فرستادم، ایشون گفت والا اصلا همچین خبری نیست، من الان در آنتالیا هستم و با وجودی که از یه شهر دیگه اومدم و دارم جاهای توریستی اینجا رو میگردم، نیست، اینجا نوشته به روز شده 9 فروردین 1359، یعنی همین امروز. علی جان اگه میخوای گزارش تهیه کنی نگاه کن، علی رغم بمب گذاری ها 100,000، ببینید بذارید من اینو دوباره بیارم که از روی این بخونم. خیلی از دوستان میگن آقا ما ممنونیم که شما از روی نوشته ها میخونید که دیگه ما میبینیم کجا بوده چی بوده و سرگردون نمیشین. نوشته که علی رغم بمب گذاری ها سفر 100,000 نفری ایرانیان به آنتالیا، جانگردان ایرانی برای برگزاری مراسم نوروز به آنتالیا سفر کردند. روزنامه سبا ترکیه نزدیک به دولت عدالت و توسعه اشاره می کند که انتظار می رود نزدیک به 150,000 ایرانی در 2 هفته نوروز به آنتالیا سفر کنند. فکر کنم خب یه دلیلش اینه که ویزا نمی خواد، دلیلش اینه که بعضیا میتونن با اتوبوس برن، بعضیا میتونن با ماشینای خودشون برن. من متاسفانه هنوز ترکیه نرفتم، دوست دارم استانبول، آنکارا اینها رو برم نگاه کنم ببینم، احتمالاً گزارشی هم برای شما تهیه کنیم. ولی به قول همین دوستمون بعضی وقتا این ماجرای بمب‌گذاری و اینها یک کمی آدم رو اینجا میگن دیسکورج، یعنی آدم جلوگیری میکنه از این که بره، میگه حالا بزنین چی میشه، بزنین چی میشه. خلاصه میبینید سوپرمارکت های مختلف، فروشگاه های مختلف حتی چیز گذاشتن. و حالا امیدوارم علی دوربین جدیدم گرفته فردا قشنگ از خیابونا و به اصطلاح محل های مختلف آنتالیا برای ما چیز بفرسته، گزارش بفرسته. گفتم قشنگ تو برنامه‌تم بگو که گزارشگر مخصوص تلویزیون مردم. دوستان من 2-3 بار تا حالا یه خانمی که نسبتاً مسنم هست تماس میگیرن، صحبت میکنن و چیزای تکراری میگن. من بارها در برنامه گفتم که این رسم صحبت کردن نیست و اینها، ولی به نظر میرسه ایشون همینجوری دور میزنه، برنامه ای رو میبینه و میره یه جای دیگه. بذارید من اگر بشه یه تلفنی به ایشون بزنم، یک مصاحبه ایدی با ایشون داشته باشیم. ببینم تلفنشون کدوم بود، کجا بود، خدایا باید اینا رو اسم گذاری کنیم، بنویسیم. بذارید اولا از این دوستمون تشکر کنیم که از من پرسیده بود شما پسر و دخترت فارسی صحبت میکنن، فارسی مینویسن. گفتم بله دوتاشون فارسی صحبت میکنن، فارسی میفهمن، مدرسه فارسی اینجا گذاشتیمشون. اشتباه بود، شنبه صبح بنده خدا خانم من بلند میشد اینا رو میبرد، هم اون خسته هم اونا خسته و ناراضی، و مثل این که میبردیمشون شکنجهگاه اونجوری که بادشاه یاد نگرفتن. دخترم
بهتر یاد گرفته، هم میخونه هم مینویسه. پسرم از بس متنفر شده بود اصلا اون چیزی رو که بلده میخواد بگه بلد نیستم. بعد ایشون نوشته بود که دلیلی که پرسیدم اینه که نسل دوم و سوم ما زبان فارسی را صحبت نمی کنن. در نتیجه از کتابهای فارسی محروم هستم. دو سال پیش به دفتر فرع دیبا پهلوی نامه نوشتم، حال که از ایران رانده شده ایم و شما که توانایی مالی دارید کتابهایی را که صلاح می دانید به انگلیسی ترجمه و در اینترنت قرار دهید تا جوانان ما بتوانند از تاریخ و فرهنگ ایران استفاده برند. بعد از چند بار پیگیری کامبیز آتابای گفت بودجه نداریم، از دو مؤسسه خیریه کالیفرنیا برو کمک بگیر. حالا میخواهم چند دلاری جمع کنم و به این گداگشنه ها بدهم. دوست عزیز، شما برای امتحان زنگ بزن به دفتر آقای رضا پهلوی، زنگ بزن به دفتر خانم فرع پهلوی و بهشون بگو که من میخوام یه برنامه بذارم، 100 نفر رو دعوت کنم، نفری 1500 دلار بگیرم، 100 تا 1500 دلار میشه 150000 دلار و شما اگه بیای من 50000 دلار بهت میدم یا 100000 دلار به تو میدم. ببین چه جوری با کله میان. اینها درست عین آخونده هستن، دست گرفتن دارن، دست دادن نداشته ندارن. امیدواریم بعدا پیدا کنن. آها، پیام این خانمو من نمیخوام بذارم که بعد که باشون صحبت میکنم تکراری باشه، ولی بذارید ببینم، میخوام ببینم خود ایشون باشه. سلام علیکم. بله، بذارید زنگ بزنم با ایشون، شمارهشون هم نمیگیم روی که خدای نکرده کسی مزاحم بشه، امیدواریم باشن پاسخ بدن، بتونیم با هم صحبت کنیم و جلوگیری کنیم از این همه اشتباهی که ایشون میکنه، هی هم تکرار میکنه. سلام خانم، من سوربی هستم، از تلویزیون مردم به شما زنگ میزنم. بله بفرمایید. شما یکی دو بار لطف کردید پیغام گذاشتید، من پیامتون رو پخش کردم و امروز گفتم بهتره که با خودتون تماس بگیرم، چون چیزایی که میگید با من تماس گرفتی خیلی بهتر شد. شما مثل پسر من هستی. ممنونم. شما خیلی ارزش دارید. ممنونم. شما هم مثل مادر من، مثل خواهر بزرگ من هستید. شما خیلی ممنون. من مثل مادرتون هستم. من اندازه شما پسر دارم. به به، زنده باشن انشالله. سال نو رو بهتون تبریک میگم. من میدونی توی تلفن نمیشه، توی تلویزیون نمیشه. بله. حرف زد. بله بله. خب حالا اجازه بدید من که زنگ زدم به شما، اولا سال نو رو بهتون تبریک بگم برای شما و خانوادتون. شما مبارک باشه، ان شاء الله که همیشه موفق و معید بله باشید. بله. و ما سربلندیم، ایرانی ها همه اومدن. بله. حالا یک کوچکتر یا بزرگتر همه خودشون باید رو دور پای خودشون هم. ممنونم. ببینید مادر من یا بله. افتخار میکنم. ممنونم. ببینید شما دو سه تا پیام که گذاشتید توی اون جانم بله بله، من دو سه تا شب تو برنامه ها پخش کردم. ببینید درباره آقای انصاری شما اشتباه میکنید، ایشون هیچ وقت خونه 4 میلیونی 5 میلیونی نداشته و وقتی که صحبت کردن گفته بودن که منزل رضا پهلوی اون موقع 4 میلیون بوده، خونه رو میبرن میذارن بانک، از بانک پول میگیرن، از دوستانشون از فامیل آقای رضا پهلوی پول میگیرن توی بانک میذارن، ولی چون وارد نبودن این بانک ورشکست میکنه و خونه آقای انصاری 200000 دلار بوده اون موقع، 200000 که این خونه رو هم آقای رضا پهلوی میبرتش دادگاه و میخواد یه جوری خونه و زندگی رو ازش بگیره. در هر صورت من به شما پیشنهاد میکنم شما ویدیوهای آقای انصاری رو یکم بیشتر نگاه کنید، اگر مشکلی داشتید من از ایشون دعوت میکنم یه روز بیاین همین جوری مثل یه برادر مثل یه خواهر با هم صحبت کنید. البته شما هم حتی انصاری مثل پسر منه. بله. ولی به هر حال گذشته گذشت. الان خمینی چیکار کرد اون مملکت؟ ما هم آواره شدیم. بله. ما هم بیچاره شدیم. من پسر من دخترای من الان سوئیس سیتیزنن، شوهرش دکتره، خودشون چهار پنج زبان بلدن، دکترا دارن،
همه شون پسر من الباز درست خوندن، دخترهای من خارزمی درست خوندن. من از اون کنبوتم بودم نیستم که بگم نه من بگم من اینجا قصد دارم، نه من یه اتخابه که رفتم نشستم. من دختر من هم خونه داره، شوهرش هم آمریکایی دکتر قلبه. ولی به هر حال من تحصیل کرده نیستم، ولی اینجا وقتی میشینم نگاه میکنم میبینم که انصاری داره میگه از زیر و زبر و اونجا بود و اصلا این کار درست نیست. بله ذره ببخشیم هم دیگه رو. بله هم دیگه رو ببخشیم. ممنونم، من برای شما سال خوبی آرزو میکنم. خوشحال شدم که بالاخره تونستم. من افتخار میکنم تو تلفن کردی شما، من با شما عرض دادم. مرسی. من خیلیم شما نه شما همه ایرانی هم مثل شما رو میبینم میبوسم میگم اصلا میگن که گناه داره، گفت میگم نه اینا بچه های من هستن. من بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم موفق بشید. شما هم همینطور. ببینید از طرف من از طرف من به بچه هاتون خانوادتون سلام برسونید و بعدن یه وقتی با هاتون صحبت میکنم، آدرستون رو میگیرم، یه دونه کتاب دبیرستان البرز من به شما کادو میدم که بدید به بچه هاتون که البرز درس خوندن. مرسی آقای بهمنی یاد نظرم بسرم بود آقای البرز چیز مدیرشون بود و پسرم حسام در بشفور بود، ولی خب اومد اونجا رفت نیروزیگی خراب شد، علوم بانگداری خراب شد. شما خودتون کرد هستید؟ شما کرد هستید؟ من رشتی شمالی هستم. بله اهل هر جای باشیم به قول معروف هممون ایرانی هستیم. من خیلی خوشحال شدم، سال خوبی براتون آرزو میکنم، امیدوارم یه روزم که آقای انصاری اینجاست باهاتون صحبت کنم. شما رو میبوسم، ولی شما رو مثل پسرم میبوسم. من دست شما رو میبوسم. ممنونم. تا وقتی تمام بشه خدا نگهدار. چش خواهش میکنم. چش شما هم ببخش. من 10 سال رفتی اونجا که قصد داری با این همه مردم آشنا شدی، این همه خب سبب نریاد گرفتی اونجا، کار دادم به پول میگه با من پول ندابه هیچی پول ندابه. ممنونم خانم، منم دست شما رو میبوسم، از قول من به خانواده سلام برسید. خدا نگهدار. مرسی. خدا نگهدار. به امید دیدار. مرسی. مرسی. خب دوستان عزیز میبینید که همین خانم توی پیام آخری که گذاشتن یک کمی عصبانی شده بودن و به هممون حقیقتا توهین کرده بودن. ولی الان ببینید وقتی با هم صحبت میکنیم اصلا میگن بابا بیاین ببخشیم هم دیگر، بیاین تموم شده گذشته. و ما ایرانی ها بارها گفتم، من توی یه مهمونی جایی طرف میاد یکم که صحبت میکنم میگه من میتونم با شما یه دقیقه صحبت کنم، میگم بفرم. من میکشی کنار میگه من از شما عذر میخوام. میگم چرا؟ من که شما رو نمیشناسم. میگه همین که دربارت بد فکر میکردم، ولی الان اینجا نشستی صحبت کردی میبینم که آقا ما اگه با هم صحبت کنیم مشکلی نداریم. بابا شما تو فامیلتون چند نفر هست که با عقیده شما مخالفه؟ شما که دشمنش نیستی، فامیله، دوسته، رفیقه. مخالف باشید، دشمن نباشید. اگر مخالفامون رو به صورت دشمن به اصطلاح تریت کنیم، باشون برخورد کنیم، اونها دشمن میشن. یعنی ما با نادانیمون از مخالف دشمن ساختیم، در صورتی که اگر خوب باشون صحبت کنیم از مخالف میتونیم دوست بسازیم. حالا دیگه دست خودتونه. تانکس بابا بیا. اوکی اینم این. خب دوستان عزیز، آقای ماز جبرانی هم نوشته که ما سولد اوت شدیم، یعنی این برنامه جمعه به اصطلاح فروخته شده. حالا شما اگر میدونید بعضی وقتا به این صورته، دو سه سری میذارن برای فروختن اینها، یکی مثلا یه سریش نیاک میفروشه، یه سریشو نمیدونم خود آقای بلیت هواپیما دیدید اینجوریه، مثلا شما به یه جا زنگ میزنیم میگی ما دیگه تو این پرواز جا نداریم، ولی به یه جای دیگه زنگ میزنیم این اونجا داره. من فکر کنم اینا رو مثل 100 تا 100 تا 30 تا 30 تا میفروشن به نرخ‌های مختلف و اینها، ولی روی همین چیز کنیدی سنتر که برید میبینید. من نمیدونم این آقای نوریزاده و دستندرکاران تلویزیونشون چه کار کردن با این ساوند کلاک
ساوند کلاود. کلاود که یعنی ابر، ساوند هم یعنی نوا و صدا، که برای ما چپ و راست. ببین دیگه اینها ببخشید از بی مشتری، به قول شیرازی ها از سومشون به کف، به ته قابلمه خورده، یا کفگیر به ته قابلمه خورده، هی برای ما میفرستن. خب آقا یه بار دو بار قبول. حالا ببینید نوشته که پنجره ای رو به خانه پدری، برنامه دوشنبه، اینو گذاشته. بعد میاد میگم آقا من نمیخوام ایمیل های شما به دستم برسه. نگاه کنید دوستان، نوشته برای اینکه سابسکرایب شدن یعنی آبونه، ان سابسکرایب یعنی آبونه نباشم دیگه، زر رو زر مزاحمم نشید. نوشته جاست کلیک هیر، یعنی فقط اینجا رو کلیک کن. حالا ببینید وقتی اینجا رو کلیک میکنیم، ببینید این پدرسوخت بازیشونه، این دروغشونه. تازه به شما میگه بیا ثبت نام کن، میگم آقا من میگم ایمیلم رو بردار، ایمیل نمیخوام. شما میگه بیا ثبت نام کن. این بود که اون روز میگم این وبسایت‌های خبری که میرید، این وبسایت‌های دیگه‌ای که میرید، اگر نمیدونید صاحبش کیه، اگه صاحبش نمیاد خودشو با عکس و تلفن و ایمیل و اینها معرفی کنه، بترسید. برید ببینید روی اون قسمتی که ادوبی داره، بهش بگید که چه کوکی‌هایی این برای من میفرسته، براتون مینویسه. من خیلی از رادیو از اینترنت خبر ندارم، ولی وبسایت های مختلف رو بزنید، برید کوکی هاشون رو دیسیبل کنید. اگه بلد نیستید نرید عطاشون رو به لغاشون ببخشید. این که هی میگید که نمیدونم کامپیوترم ویروس گرفته، ویروس با هوا سرماخوردگی اینا که نمیاد، که با این وبسایت های میاد که صاحباشون نوشته درباره ما. بذارید حالا مثلا من درباره ما آقای پرویز صیادم به شما نشون بدم. ببینید دوستان کارمون یه جا و دو جا خراب نیست. بذارید ببینم میتونم اینجا پیداش کنم تصویر شما درباره ما. بله ببینید این وبسایت آقای پرویز صیاد هست، که همون ویدیوهایی که گفتم، ویدیوهای بیمزه جدیدی که درست کردن، حالا بخواستن ایام ایشون هم کاری کرده باشه، حالا یا ریش خودشونو گذاشتن رنگ زدن یا یه ریش پروفسوری قلابی چسبوندن. ببین میری تو قسمت درباره ما، به جایی که آقای پرویز صیاد بنویسه پرویز صیاد کیه، چجوری شروع کرد، چجوری تو رادیو تلویزیون رفت، چجوری تو تئاتر شهر رفت، ببینید چی نوشته دوستان. این آقای پرویز صیاد ها نوشته که parvizsayyad.com is the fast, easy and safe way to find and purchase ticket. میگه وبسایت ما، ببین دوستان about us، درباره ما. بعد میگه اصلا آقا پرویز صیاد چی شد پس؟ parvizsayyad.com خیلی سریع بهتون تیکت میندازه. بفرمایید. بیان حالا اینجا چرا باید parvizsayyad.com رو استفاده کنیم؟ برای که تیکت بخریم، choose your price و جاتون رو معیه کنید. هیچ کلمه ای از خود پرویز صیاد نیست. خب دوستان این وضع ما هست، این وضع فرهنگ ما هست. این آقای صمد آقا تو دوره شاه هست، این آقای آخوند فشنگی که چی در دوره خامنه ای هست. خب ببینید این کاریکاتوری رو که کشیدن، میدونید که در آمریکا الان انتخاباته، و اجازه بدید من اینو خاموش کنم این عکس ها رو به شما نشون بدم. بله و میدونید تا کسی حلقه بردگی اسرائیل رو به گوشش و دماغش آویزون نکنه، نمیتونه اینجا رئیس جمهور بشه. و چون هفته پیش اینجا اون ایپک، گروه نفوذ، گروه فشار، گروه لابی اسرائیلیا اینجا بودن، خانم هیلری کلینتون و ترامپ، دونالد ترامپ رفتن اونجا. دونالد ترامپ که اصلا براش نوشته بودن که آقا از رو نوشته بخون گند نزنی، چون دونالد ترامپ گاهی وقتی برای این یهودیا و صهیونیستا و اینا یه چیزایی میگه که مورد پسند نیست، اینو که براش نوشته بودن. ولی اونجا شده بود مسابقه که کی بیشتر، حالا اینا میگن کفشو لیست بزنین، ولی خب خوبه که کفش اینم قهوه‌ایه. اینجا یه مسئله هست، میگن طرف دماغش قهوه‌ای شده. حالا دیگه خود شما ببین کجا رو لیست زده که دماغش قهوه‌ای شده، اون بماند. نوشته اینجا، نوشته که کاندیداها
در مناظرهایی که انجام میدن، این میگه من اسرائیل دوست دارم، اون میگه نه من بیشتر اسرائیل دوست دارم. و این هم ماجرای آمریکا و انتخابات و ببینیم به کجا خواهد رسید. و اما یه روز ما در رابطه با هوملسا صحبت کرده بودیم و اینکه در آمریکا هم همچین نیست که شما از هواپیما که پیاده شدی یه خونه اقلن دو اتاقه بهت بدن و یه ماشین بدن و بهت اجاره بدن و فلان و اینها، از صبح تا صبح هم بلنشی از درخت سبز دلار سبز بکنی و خرج کنی. ما گفتیم بابا همین دو قدمی کاخ سفید وایت هاوس شما اگر شب بری خطرناکه. معتادا یه سری هوملس بی خانمان کارتون خواب و اینا هستن. یه نفر برای من نشون آقا این چه حرفیه؟ بفرما. گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. دوستان میبینید روی دیوار نوشته وایت هاوس. این سالن متروهایی هست که ایستگاه‌های نزدیک وایت هاوس که شما وقتی از قطار پیاده میشی اینجا، چون مردم وقتی دارن میرن سر کار یکی داره نون میخوره، یکی داره دونات میخوره، یکی داره چیز میخوره، چون تو اتوبوس و اینا نمیتونن، تا پیاده میشن میخورن و را میرن که برسن اونجا. از دستشون چی میریزه؟ این پرنده ها اومدن اینجا، این هوملس یا بی خانمان ها هم برای که بارون و سرما و گرما و اینها اذیتشون نکنه اومدن اینجا. اینم از عکس این. و اما این عکس هم جالبه، میگه به دستور اینها رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر انگلستان، رئیس جمهور آمریکا، به نفوذ اینها، این شیخ ها و اینها، به فتوای اینها، این رهبران دینی، به مسلح شدن اینها، این جوونا و تندروا و آیسیس، این بیگناهان کشته می شوند و ای داد بیداد. و اما میدونید که الان زمان چتروم و فیسبوک و اینها هست. این به نظر من قشنگترین چیزی هست که دیدم در چند هفته گذشته. نوشته نسخه قدیم چتروم، واتساپ، وایبر، فیسبوک. ببینید خانوما قشنگ آمدن بیرون نشستن و با هم صحبت میکنن. اینم یه نوع چتروم هست یا چیز. و اما این رو هم مال نوروز بود. با یک بار دیگه نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز باد. میگه جوک، خبرنگاره به پیرمرد میگه که به کی رأی میدی؟ میگه ای بابا من دیگه نه چشمام میبینه، نه گوشام میشنوه، نه بدنم حس داره، دستام دائم میلرزه، فراموشی دارم، ادرارم بی اختیار میریزه، دائم هم خوابم یا چرت میزنم، حتی کنترل باد شکم و باد اینها رو هم ندارم. خبرنگار میگه پس چرا اینجا نشستی؟ پاشو 12 تا عکس بردار، برو شورای نگهبان، شما تمام شرایط ورود به مجلس خبرگان رو داری. اینم این. چند مدت پیش بود من رفتم این نزدیک ما توی فرفکس فروکس مال و اون موقع جشن سال نو چینیزا بود. من یه عکسی گرفتم، دو سه تا عکس گرفتم همون موقعی بود که رفتم برای آزمایش چشم و جالب بود. گفتم حالا اگر یک مالی، یک محل فروشگاه جایی 4 تا برنامه نوروزی بذاره، ما ایرانی ها میخوایم دوباره به همه دنیا ثابت کنیم ما چنین و ما چنان. ولی اینها ببین، اینها برای که مثلا اینجا میبینه مشتریای چینیزش مثلا 50%، برای که اونها رو جذب کنه، جلب کنه، راضی نگه داره، این رو انجام میدن. حالا حتما شما میگین این عکسه چیه نشون میدید. گفتم که من رفته بودم آزمایش چشم، اون موقع این عکسو گرفتم، میخوام یه چی براتون نشون بدم. شما هم حتما دیدید بعضی جاها یک چیزایی رو گذاشتن که این دوستانی که به اصطلاح نابینا هستن بتونن با لمس اینها بخونن، مثلا آسانسور، در ورودی، در خروجی، پله، اینها. من توی این اتاقی که آزمایش چشم کردم وقتی آمدم بیرون بی اختیار این رو دیدم و لازم دونستم عکس بگیرم. به خانم دکتر لطیفی هم که اونجا بود گفتم که ببینید، اولا سوال من اینه که این افراد نابینا از کجا میفهمن که این ساین کجاست؟ حالا اگه شما بگی ساینای جدید یه سیگنالی میده، یه صدایی میده، خب اون بماند، ولی اینجا صدایی نیست. ضمناً
فکر کنید که من نابینا هستم، میام اینجا و فکر کنید که من این خط بریل میگن، نه خط بریلم بلدم بخونم، دست میکشم روی این و این به من میگه که اینجا خروجیه، این ور که خروجی نیست، اینجا شیشه هست و شما هم روش این آگهی رو زدید، این ورم که خروجی هست شماها آمدید یه تابلو تبلیغاتی گذاشتین جلوش، یعنی من نابینا یا باید برم بخورم به این ور یا باید برم بخورم به اون ور. خانم لطیفی هم خندید گفت من به اینها میگم درستش کنم. دوستان بگید اگر مشکلی چیزی میبینید شاید بتونن رفع کنن درست کنن، و اگر من و شما نگیم، اگر من و شما نق نزنیم، هیچ کس کاری انجام نمیدهد. اینم از این، ممنون و متشکر. ساعت 3:31 است ولی من امروز خواستم 48 دقیقه برنامه داشته باشم، ببینید الان به 90 دقیقه رسیده ولی هنوز هم ناگفته ها زیاده. این دوستی داریم آقای قهرمانی، بچه شیراز هم هست، ایشون هم مثل دیگران پروژه های مختلف، برنامه های مختلف، همه دنیا رو میخوان آزاد کنن، همه ایرانی های اسیر رو میخوان آزاد کنن، ولی هی غیبشون میزنه، میرن مثل امام زمان، نمیدونم چی میگن، غیبت صغرا، غیبت کبرا. و ایشون هم گفت که آقا درباره چی میخوان امروز صحبت کنید؟ گفتم والا مثل همیشه درباره همه چیز، هیچ چیز، ولی اگه موضوع خاصی شما میبینید بگید که صحبت کنید، که دیگه بعدش دوباره غائب شدن. و اما ببینیم، پرفکت اصفهانی نیم، شما حتما میدونید که بعضی اسمها یه جاهایی به جایی که کمک کنه خراب میکنه. مثلا آمریکا یه ماشینی ساخت به نام شولت نووا، اگر اشتباه نکنم نووا به چیز یعنی خراب، بعد به مکزیکی، و این خیلی بازارش از دست داد. ما یه دوست اصفهانی داریم و خیلی بامزه است، این کوروش عزیز خیلی هم مهمون نوازه و دیروز برای من اینو فرستاده. میدونید که اصفهانی ها به مدفوع میگن ککه، بعد این نوشته ککه از بریکفست کافی، یعنی کافه صبحانه یا قهوه خانه صبحانه ککه. حالا کی بره اونجا صبحونه بخوره؟ به احتمال زیاد اصفهانی ها نیستن. حالا از کجا میبینی؟ شاید هم رفتن و خوردن نه ککه، ولی اون صبحونه رو دیدن خوبه. اجازه بدید من از آقای دکتر افشارها تشکر کنم، اجازه بدید از علی شیرازی تشکر کنم. آقای علی شیرازی یه ایمیلی فرستاده بود برای دوستاش و برای من، نمیدونم برای آقای افشارها هم فرستاده بود یا نه، من این ایمیل رو برای آقای افشارها فرستادم و متنش اینه. چرا میخونم؟ چون بعدم آقای افشارها به ایشون پاسخ داده بود، میخوام پاسخ ایشون رو هم بخونم. آقای علی شیرازی عزیز نوشته که با سلام و درود بی پایان به شما جناب دکتر افشارها، یکی از بینندگان تلویزیون مردم، با الهام از گفته پروفسور استیفن هاکینگ در مورد وجود خداوند سؤالی را مطرح کرد که در پاسخ ایشان شما مطالبی در مورد دموکراسی و اینکه چون اکثریت مردم جهان خداپرست هستند پس می توان به سادگی قبول کرد که خدا وجود دارد بیان فرمودید. من حقیر در سطحی از دانش نیستم که حتی اظهار نظری کنم، ولی می توانم سوالاتی را مطرح کنم که روزانه مورد استفاده عموم ایرانیان است. اگر خدا بخواهد، ان شاء الله، استغفرالله، با انگشتان به آسمان اشاره کرده و به خدا قسم می‌خورم و و و سوال من این است، آیا خداوند کارهای روزمره یکایک انسان‌ها را کنترل میکند یا خیر؟ اگر کنترل میکند پس چرا به ما عقل و شعور داده؟ تا چه حد ما از عقل خود استفاده میکنیم؟ اگر هنگام رانندگی به چراغ راهنمایی قرمز برسیم آیا باید از عقل خود استفاده کنیم یا بگوییم خدایا به امید تو؟ به هر روی جناب افشارها، صلاح در این است که سکوت کرده و به انتظار فرمایشات شما بنشینم. ارادتمند علی شیرازی. آقای افشارا هم برای ایشون یه ایمیلی فرستاده که اگر شما شماره تلفن بدی من با خودت صحبت میکنم، چون این رو در جمع گفتن و باز کردن شاید اونجوری که بتونم نتونم، این برداشت منه از نوشته آقای افشارها، اون رو بیان کنم.
من فکر میکنم برعکس آقای افشارها، حتی اگر کسی با تلفن شما تماس گرفت و یه موضوعی رو پرسید، شما به اون دوستمون بگید که من برای اینکه به 100 تا تلفن یکی یکی نگم، در یه برنامه میگم که ممکنه 99 تای دیگه هم مثل شما همین سوال داشته باشه. ولی همینجا لازمه با آقای علی شیرازی بگم که اون مثالی رو که آقای افشارها زد درباره اکثریت، گفت مگر شما به دموکراسی باور ندارید؟ اگه به دموکراسی باور دارید، الان توی آمریکا اکثریت میگن آقا جیزس و کریستین و اینها. ایشون نگفت شما باور داشته باش، ایشون میگه پس شما باید قبولش کن رفت، یعنی باید بگی که بله آمریکا یک کشور کریستینه، مسیحیه و اینجوری. من فکر نمی کنم ایشون گفت چون اونها اکثریتن شما باید قبولش کنی. خب اگه اینجوری باشه، یه زمانی اکثریت فکر میکردن که کره زمین صافه، اصلا نباید بگیم کره، یه فکر میکردن زمین صافه و یه نفر پیدا شد که جرأت کرد بگه نه بابا این کره گرده، یا خیلی چیزای دیگر اشتباه میکردن راجب آسمون، زمین هفت طبقه هست، چند متر بری بالا دیگه جایی نیستی، آسمون ها رو کوه نگه داشته، کوه ها رو درختان، از این چیزا. پس اکثریت اون نمیشه. و من پیشنهاد میکنم که حتی اگه آقای افشارها دوستی بهشون زنگ میزنن، ایشون اون رو به عنوان یه تاپیک یادداشت کنن توی برنامه به همه بگن، و شاهدش بودید امروز. من این دوستمون تا حالا چندین بار لطف کرده پیام گذاشته، من پیامشو پخش کردم. وقتی این پیام آخری رو من شنیدم، گفتم داد بیداد سوربی، تو چرا اسامشن، چرا تصور میکنی که این بانوی عزیز همه برنامه های تو رو میبینه و شما چون تو اون برنامه بهش جواب دادید حالا چیز میکنه؟ توی برنامه باهاشون تلفن بزنید اگر راضی هستن. اول برنامه هم بهشون بگید که من از تلویزیون مردم هستم، برنامه هم اینه، شما روی ایر هستید، مایلید صحبت کنید یا نه؟ اگه مایل نیستن صداشون رو پخش نکنید، چون دوستان ایرانی خیلی هزیتیشن دارن، خودداری میکنن، خودشون رو سانسور میکنن و الی آخر. در صورت هم از آقای افشارها ممنونم، هم از آقای علی شیرازی عزیز. و اما میدونید که ششم فروردین روز زادروز، روز زادروز ششم فروردین زادروز زرتشت بوده. از سرزمین زرتشت از سرزمین فروغ جاودان برخواسته بود و ایران زمین را با سخنان ورجاوند خود آراسته بود. نوشتند که در خراسان میزیست، در خراسان بزرگ وجود بزرگ و خود بزرگ و خود و خود بزرگ اندیشمندی بود، فرهیخته و دانش آموخته، روشن روان و پاکیزه جان. دریغا که ما هویت باختگان، ببینید توهین شروع میشه، توهین فوری شروع میشه. آقا کی هویتشو باخته؟ شما اینو کی فرستاده؟ آقای شهافر فرستاده؟ نه، اینو آقای زرابی فرستاده. آقای زرابی شما هویتت رو باختی؟ مگه در همان زمان زرتشت و داریوش و کوروش هم قبل از اسلام مگه نمیگفته خدایا ما را از خشکسالی دروغ دور نگه؟ چرا به خودتون دروغ میگی؟ بعد یعنی چی که سرزمین ما سرزمین فروغ جاودان برخواسته بود؟ اصلا فروغ جاودان یعنی چی؟ فروغ خورشید، نوره، چیه؟ اگه فروغ جاودان کره خورشید باشه که هممون میسوزیم، اگه مثل این کشورهای بالا باشه که 6 ماه یه دفعه تابستون میشه نور میاد همش، 6 ماه زمستون میشه که چه زیبایی داره. چرا اینقدر با این توصیفات بیهوده الکی خودمون رو بزرگ میکنیم، باد میکنیم که اگر یه کسی هم چه خواسته چه ناخواسته یه سوزنی بهمون زد، تقی بادمون در بره و بترکیم؟ نکنید این کارو. ما هویت باختگان این ستاره زرین آسمان ایران زمین را بدان گونه که باید و شاید نمیشناسیم. خب آقای زرابی از خودت سوال کن چه کردی شما در راه شناسوندن زرتشت به دیگران؟ در زمان شاه شما صحبتی از زرتشت میکردی؟ در زمان شاه آقای شجاع الدین شفا، آقای دکتر پروفسور انصاری صحبتی از زرتشت میکردن؟ اینا که پای شاه میرفتن توی کشورهای عربی به لفت و لیس و نمیدونم حاجی و حج بشن و اینا که بتونن تو بازار از یک معاملات دیگه‌ای برخوردار بشن.
اینم دوستمون آقای علی زرابی، من خیلی روش حساب میکنم ها، ولی اینه که شما میفرستی اصلا. خب چی بگم من؟ اون رو هم خوندم. حالا برای چی پرسیدم؟ بله، کیهان لندن، نوروز در جنگل کاله. این رو خانم الهامی فرستادن، من تشکر میکنم. وضع بد پناهجویان رو نشون میده و نشون میده بعضی ها که پناهجو بودن الان پناهنده شدن، مقیمن، اقامت دارن، شهروند شدن، هنوز یادشون نرفته دیگران رو و میرن به اونا کمک میکنن. در یک جایی هست، چون این روی یوتیوب ما نمیتونیم نشون بدیم، نشون بدیم ویدیو خودمونم میندازن بیرون. در یک جایی که پناهجویان میامدن و زندگی میکردن، هی به مرور زمان به جای چادر و اینها چهار تا چوب زدن و این چیزا، و الان اونجا شده مثل یه شهرکی که بهش میگن جنگل کاله. دو سه تا از ایرانی ها که اونجا پناهجو بودن میرن برای اینها برنامه اجرا میکنن، میرن براشون چی میخونن و واقعا دست مریضات، واقعا باید به اینها تعظیم کرد و امیدوارم که دیگران هم یادشون نره. من از همون روزای اولی که اومدم آمریکا، وقتی که به دیگران گفتم که ما پناهجو بودیم و حالا پناهنده هستیم، متوجه شدم همشون اگر نگم اکثریتشون دروغ میگفتن و از این که پناهنده بودن میخواستن به یه نوعی در برن. یکیش میگفت داداش من نمیدونم اینجوری کرده، داداش من برام اجازه گرفته، و همه دروغ. و اما افتخار کنید، اگر یک کاری کردید بهش افتخار نمی کنید، کار بدی بوده، بیاین عذرخواهی کنید. اگه شما پناهجو بودید، پناهنده بودید ولی بهش افتخار نمی کنید، بیاید دروغ بگید دروغ گفتم، عذرخواهی میکنم. و اما به خاطر اونم دولت جمهوری اسلامی یک طرحی گذاشته، هر کی که میخواد بره پاسپورت بگیره ازش یه امضا میگیره که اگه پناهنده بودی توی اون مینویسی که من پناهندگیمو پس میگیرم و هنوز به اصطلاح تابع دولت ایرانم. و اما فراخوان برگزاری یادمان و بزرگداشت رفیق تراب حقشناس در استکهلم. خب ضمن این که این کارا خوبه، ولی به قول آقای گلپا، تا که هستم برام یه شاخ گل بیار، بر سر مزار من صدها دست گل گذاشتن چه فایده. اینم از این. و دیدیم که اینجا هست، بله، اون برنامه آقا رضا و شهرام و همایون هم روی یوتیوب هست، نوشته که گفتگوی گپ خودمانی. بذارید عکس این دوتا رو نشون بدم، خودتون کیفیت تصویر و اینها رو نگاه کنید. ببینید بله، این عکس که اگه با دوربینه، بعد یه دوشاخه هم دست آقای همایونه، به نظر میرسه که یا دوربین یا چیز رو خودشون با این ترایپاد یا مونوپاد نگه داشتن و اینو گذاشتن اونجا. آقا وای میسادی بست بای، یه چیزی میخریدی 20 دلار، کارت هم که تموم میشد میرفتی میدادیش پس. اینقدر گدابازی والا در نیارید، بخرید، این وسایل هست استفاده کنید. اقلا ببخشید من اینو میگم آقای همایون، عذر میخوام ازتون اینو میگم، ولی تو ایران پدر مادرها دیگران به ما میگفتن وقتی یک کاری میکردیم یه چیزی خراب میشد و اینها، میگفتن کسی که میخواد یه گوهی بخوره قاشق گوه خوریشو با خودش میبره. بابا شما میخوای یه کاری انجام بدی، اقلا ببین وسایلش چیه، برو روی یوتیوب، برو تو گوگل بزن how to record video while driving، در حال رانندگی یا توی ماشین، برات میگه چه کار کن، برات میگه یه دون چراغ پایین نور بذار، یه دون این. آقا نکنید این کارا رو. این ملت بدبختی که مجبورن من و شما رو نگاه کنن، باهاشون مهربون باشین. البته همون موقع که من اینو میگم یک کمی میگم ببخشید، ملت همین لیاقت من و شما رو دارن، و الا اگر میخواستن خب حمایت میکردن، تلویزیون ها بهتر و بیشتر و خوب میشد. دوست عزیز منصور، چون گفته بودی لازم نیست که تو تلویزیون تشکر کنم، من چیزی نگفتم، ولی عیدت مبارک. ممنونم که با وجودی که من اینقدر با شما وقتی که راجع به فروزان نوشته بودی و اینها مخالفت کردم، ولی شما شب عید یکی از محدود کسانی بودی که به تلویزیون مردم کمک کردی، حمایت کردی. من از این بابت ازت ممنونم. امیدوارم سالی خوب پربرکت به اصطلاح داشته باشید، هم شما و هم خانواده شما، هم خانواده بزرگتون ایرانی ها، هم خانواده بزرگترمون
انسان‌های دنیا، حیوان‌های دنیا، همه جهان. و اینم از خب پرفکت اصفهانی نیم سوال کیهان این. و ببینم که چی گذاشتیم اینجا روی فیسبوک. آها اون عکسی بود که بهتون نشون دادم. ممنونم از دوستی که عکس اسرائیل و آمریکا و به اصطلاح کاندیداها رو گذاشته بود که چجوری اینا باید. بله اینم از این. آهان آخرین آمار مهاجرات نخبگان ایرانی 60,000 نفر. بذارید من اینم از رو خود نوشته براتون بخونم و با خوندن این اگر دیگه چیزی نداشته باشیم برنامه رو به پایان برسونیم. آخرین آمار مهاجرت نخبگان ایرانی 60,000 نفر، دختران 40% فرار مغزها را تشکیل میدهند. جامعه آسیب ها مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای خارجی. بذارید من این رو بیارم توی فریم، توی قاب، توی اون چارگوشی که ما داریم. بله مهاجرت جوانان ایرانی به کشورهای خارجی حتی در گزارش های صندوق بین المللی پول هم در رده های بالا می نشیند. طبق آمار صندوق بین المللی پول در سال 2009 ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان در میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را داشته است. خب این آمار که قدیمی دوست عزیز، اگه می شد یه آمار جدیدتری می دادی. اینجا بعد میاد سال 2011 و اینها، ولی چیزی از 2012 و اینها نمیبینم. حمایت از جوانان به خصوص دختران، مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین گفت موضوع مهم دیگری که نباید از ذهن دور بماند حمایت از جوانان و به خصوص دخترانی است که برای تحصیل مهاجرت کرده اند. این هم یک موضوعی که اگر کسی در این رشته جامعه شناسی، در رشته فرار مغزها، میدونید همه اینها دیگه تخصصی شده و بهتره از متخصصین استفاده کنید. باز هم از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. به اون مادر عزیزی که من رو گفت شما آقای انصاری هم مثل بچهای خود من هستید، باز هم سال نو رو تبریک میگم و اگر تو یک پیامی آدرس خودش رو برامون بذاره یه نسخه کتاب دبیرستان البرز رو براشون میفرستن به عنوان ایدی. اونها هم اگه دوست داشتن، اینجوری که گفتن وضعشون خوب بود و بچه‌ها همه دکتر و مهندس و اینها، اونها هم تلویزیون مردم رو حمایت کنن تا همین گزارش ها رو هم که به نظر شما عجیب و غریب میرسه براتون بفرستیم. سوالی که من از شما میکنم و میگید احمد علی مسعود انصاری باید ساکت بشینه الان، اگر فردا یه کسی بیاد از داخل خانواده این آخوندها برای من و شما تعریف کنه سوء استفاده ها، اون وقت من و شما باز میگیم این باید ساکت باشه؟ اگر نه چرا یک بام و دو هوا هستیم؟ سوال خوبی هست. یک بام و دو هوا، دبل استاندارد. خب بذارید ببینم باز هم موضوع دیگه ای هست که اینجا باشه یا نه. ویلکام تو جوراسیک پارک گریدینگ. اینم از این. بله فرار مغزها، چکیده کتاب پیشگیری از سرطان. این رو بخونم که خیلی مهمه. چکیده کتاب پیشگیری از سرطان با یاری دفاع طبیعی بدن. البته متاسفانه ما هر روز از این مقاله ها و ویدیوها و اینها میایم میبینیم میخونیم، ولی یک ساعت بعد یادمون میره. یک ساعت بعد دوباره دنبال همون جانک فود، دنبال سیگار کشیدن، دنبال مشروب خوردن و چیزهای بیهوده بودیم و هستیم. میگه که شیوه جدید زندگی، Anti Cancer A New Way of Life، نوشته دیوید سروان شرایبر، ترجمه لیلا سروش، دکتر لاله امینی، ناشر شرکت کتاب سرا. دوستان گرامی، کتابی است بسیار ارزشمند و سودمند. مطالعه آن به همگان توصیه می شود. چه این چکیده جان کلام را نمی رساند. افزون بر آن، این چکیده یعنی این مختصر درباره این کتاب نوشتن. اگه کسی می خواد من اینها را می تونم براتون بفرستم. اپیدمی سرطان، بازگشت به تغذیه کهن، از اون ور
روی سیاره بیمار نمیتوان سالم زیست، درسی از عود بیماری، برگشت بیماری، مواد غذایی سرطانزا، زردچوبه یک عنصر قوی ضد التهاب، قارچ ها محرک سیستم ایمنی، میوه های قرمز، ادویه و گیاهان، همراری سودمند مواد غذایی. خیلی زیاده. اگه خواستید تا یکی دو روز آینده، یعنی تا چهارشنبه، ویدیو به اصطلاح یه ایمیل بزنید usa.sorbi@gmail.com، من براتون این رو ارسال میکنم. و باز هم منتظر اون دوستمون بودیم که از سوئد تماس بگیرن، ولی خودشون چون ساعت 10 شب برنامه زنده دارن، احتمالاً دیگه توی این 9 دقیقه و دیگه تماس نمیگیرن، آماده میشن برای اون. امیدوارم دوستانی که در رادیوها مخصوصا برنامه دارن، امروز همین ایشون داشت راجع به این لباسهای زیبایی که این خواننده ها، خب شما خودت میبینی، داری از یوتیوب، از وبسایت و اینها برای دوستان به اصطلاح داری گزارش میدی، چه خوب میشد که اونها هم ببینن. این روزها دوست عزیز رادیوها هم شدن رادیوی تصویری، تلویزیونها هم شدن رادیو، رادیوها شدن مجله، مجله ها شدن روزنامه، همه چیز. وقتی خوبه که از همش استفاده کنن. شما رادیو داری، من بیام اونجا صحبت کنم، من تلویزیون دارم، شما بیای اینجا صحبت کنی و با هم کار کنیم. ضمن اینکه این آقا طرفدار سلطنت هست، طرفدار رژیم پادشاهی هست، ولی نشون داده در گذشته که میتونه با افراد مخالف خودش هم صحبت کنه. من از این بابت به ایشون تبریک میگم و یک دلیل پویایی شما شاید همین هست که دوستان مخالف رو به صورت دوستان جذب و جلب میکنید، نه دوستان مخالف رو میکنید دشمن خودتون. ممنون از شما، امیدوارم به زودی ایشون رو داشته باشیم. امروز آقای اجلالی برنامه نداره دیگه، الان یه ماهه که چهارشنبه ها برنامه دارن و امروز آقای مینویی ساعت 6:30 از تلویزیون ای2 برنامه دارن، چهارشنبه ها ساعت 6:30 ما برنامه های آقای مینویی رو هم ضبط میکنیم، پخش میکنیم، روی یوتیوب میذاریم و هر روز تا برنامه بعدی از تلویزیون مردم پخش میشه. تلویزیون مردم یه امکان خوبی که داره اینه که به این دلیل که خیلی از این ور اون ور پول نگرفتیم و خودمون رو به اصطلاح مجبور نیستیم، متعهد نکردیم به اونها، ساعات برنامه شما با یه بار هم که پرداخت کنید، بعضی وقتا 2 بار در روز برنامه‌تون پخش میشه. دوست داشتید تو ساعت‌های مختلف همه جای دنیا میتونن ببینن. پس اجازه بدید به عنوان حسن ختام برنامه این رو بهتون نشون بدم که بله، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. خیلی ساده، من با یک کامپیوتر اگر میکروفون و دوربین داشته باشه براتون تلویزیون راه میندازم، اگر فقط میکروفون داشته باشه براتون رادیو درست میکنم، اگر کامپیوترتون دوربین و میکروفون هم نداشته باشه با تلفن براتون برنامه میذارم، عکس نشون میدم. همین آقای فرهومند رو براشون عکساشون رو گذاشتم، حالا تا روزی که خودشون آماده بشن بیان جلوی دوربین. یعنی دیگه هیچ عذری موجه نیست. آمریکایی‌ها یه چیزی میگن means justify the ways، فکر کنم این همون میشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، نمیدونم این درست میشه دوستانی که انگلیسیتون بهتر از منه، یا هدف وسیله رو توجیه میکنه چیه، یا اینکه اگر هدفی داریم با امکانات برنامه و وسیله به هدفمون برسیم. همون جوری که فکر میکردم آقای اوسانلو بی برنامه نه پاسخ برای خانم الهامی نوشت، نه به اون اشکالایی که گفتیم چیز کرد و اینها، درست مانند همون ماجرای جنگل و لاک پشت و خرگوش هستن، با سرعت این ورورم میپرن، ولی لاک پشت که داره راه خودش رو میره به هدفش میرسه ولی هیجان زده نمیشه. درباره امید دانا صحبت کردیم، درباره شهرام همایون صحبت کردیم. این دوستان تا زمانی که بین خودشون به 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 و چه چه گفتن مشغول باشن به هیچ جایی نمیرسن، همونجوری که نرسیدن.
تا زمانی که حاضر نشن با مخالفین صحبت کنن که سربی بهشون بگه آقا اینا اصلا مأمور جمهوری اسلامی. حرف خودتو قبول داری؟ حرف خودتو قبول داری؟ اگه اینا مأمور جمهوری اسلامی هن اجازه گرفتن تظاهرات کنن، تو چرا میخوای بری تظاهرات اینا رو به هم بزنی؟ میخوای پلیس تو رو بگیره چوب تو آسینت بکنه؟ برو برای خودت تظاهرات قشنگتر، زیباتر، پولدارترید که بذاری. دروغ میگن، چون دروغ میگن طرف میگه آقا ما کی گفتیم؟ گفتیم پرچم بیارید ولی داخل مردم با این چوب و چماق نری، خطرناکه. پرچم رو گرفتی مثل سیگاری ها هست، سیگار میکشه بعد بعض وقتا داره میرخصه سیگارم دستشه مثلا. حالا دیگه الحمدلله سیگار کم شده ولی تو فضای آزاد این کار میکنه. دوستان از اینکه با تلویزیون مردم بودید ممنون و متشکرم. تلویزیون مردم رو حتما به دیگران معرفی کنید، همون جوری که عمر شما تلف شده اگه اونها تا امروز نگاه نکردن بذارید عمر اونها هم تلف بشه. یه چیزی راجع به آقای افشارها، آقای افشارها من درسته که تو تلویزیون هی میگم که تلویزیون برای وقت تلف کردنه، حقیقتش این رو میگم که اونهایی که نمیفهمن طلب کار نشن، ولی اونی که میفهمه میدونه. منی که میگم برنامه ها از اول تا آخرش من مزخرف میگم، منی که میگم برای سرگرمیه، برنامه من خیلی بهتر از اون کسی که میاد ادعا میکنه میخواد دنیا رو نجات بده ولی خودش رو هنوز با خانوادهش مشکل داره، مثل آقای آبدینی میخواد بره مردم ایران رو بکنه مسیحی، بعدن معلوم میشه بابا این اصلا از دست زنش فراری شده. ای داد بیداد. و الا دوست عزیز منم دیوانه نیستم بیام وقت خودم رو بذارم و عمر خودم رو بذارم. اگه میخواستم برنامه اونجوری باشه یه نفر برای من یه ویدیوی فرستاد، نشستم ضبطش کردم که پخش کنم، دیدم این اولش خیلی قشنگ با جوک و موزیک و اینها، بعد آخرش فوش، همش شده بود فوش. گفتم بابا این چیه؟ در اصل اگه می‌خواستیم وقتمون تلف کنیم اون کار خیلی بهتر و بیشتر درآمد داشت. روز روزگار بر شما از آن خوش، خوشحال میشم اگر مایل باشید بیاین در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بیاین با من به عنوان یه مخالف نظر خودتون رو بگید، من طرفدار پادشاهی هستم به این دلیل به این دلیل، تا مردم به شما بپیوندن. روز روزگار بر شما خوش.